با نام یاد خدا، با سلام خدمت همه همکاران و اساتید محترم، پنل سردرد رو شروع میکنیم. من در ابتدا تشکر میکنم از استاد محترم جناب آقای دکتر اشرفی به خاطر برنامه‌ریزی این پنل و همینطور از تمام زحماتی که در واقع برای برگزاری کنگره متقبل شدن و به ایشون خسته نباشی عرض میکنم. صحبت من در مورد کلیاتی در مورد سردرد و پیشینه سردرد هست که چند دقیقه رو خدمتون ارائه میکنم. خب بحث من شامل این موارد هست: یه توضیح در مورد پیشینه سردرد، اپیدمیولوژی، اشاره کوتاه به پاتوفیزیولوژی و هدیک کلاسیفیکیشن و نهایتاً اتیولوژی خواهم داشت. در بررسی پیشینه سردرد، نوشته های باستانی در منطقه بابل عراق که معروف به منطقه سومریان بوده کشف شده که در اون قسمت توضیحاتی رو در مورد سردردهای تیپ میگرنی قدیمی ترین نسخه پزشکی یک لوح 3500 ساله هست که در منطقه از مصر در واقع شناسایی شده و در سال 1874 توسط جورج ایورز ترجمه شده. همینطور بقراط در بیش از 25 قرن قبل میگرن رو توضیح داده و جالینوس هم ترم همیکرانیا رو ایجاد کرده که بعداً در قرن دوم به طور کلی در مورد سردرد کودکان اطلاعات و مطالعات قدیمی رو کمتر ما میبینیم و محدود هست در لیترچر. اولین بار در سال 1873 آقای ویلیام هنری دی سردرد کودکان رو مورد بحث در لیترچر قرار داد و به تدریج از اوایل 1900 مقالات مربوط به سردرد کودکان شروع به ظهور کردند، به طوری که در سال 1949 والکویست و هازل یک توصیف وسیع‌تری رو در مورد سردردهای کودکان به چاپ رسوندند. این مقاله است که والکویست و هازل در اکتا پدیاتریکا به چاپ رسوندند که عنوانش رو مشاهده می کنید و ایشون هم آقای ویلیام هنری دی هستن که در سال 1873 به سردرد کودکان در لیترچر پرداختن و مقاله در این رابطه نوشتند. در سال 1976 پرنسکی تفاوت‌های سردرد میگرنی رو در کودکان و بالغین مورد بررسی قرار داد. در 1984 بارلو کتابی رو در زمینه میگرن کودکان پابلیش کرد. در سال 1994 ابو عارف هم با استفاده از کرایتریای اینترنشنال هدک سوسایتی به این نتیجه رسید که تقریبا 10% کودکان بین 5 تا 15 سال کرایتریای سردرد میگرنی رو دارد. خب به صورت کلی باید عرض کنیم که به هر حال سردرد در کودکان یک مسئله مهم از نظر بعد سلامتی محسوب میشه در جامعه. سن مدین شروع سردرد حدود 7.5 سال ذکر شده و جالب است بدانیم که تا 15 سالگی حدود 60-80% کودکان حداقل یک سردرد از هر تیپی رو ممکنه که تجربه بکنن. از بین علل سردرد اگر بخوایم به شیوع رو بررسی بکنیم، شیوع میگرن رو در سنین 15 تا 25 سالگی گفتن ممکنه تا 28% هم افزایش داشته باشه، به گونه که حالا در اسکول ایج معمولا در پسرها بیشتر هست و بعد از سن بلوغ غلبه با سن جنس فیمیل هست. این جدول هم که مشاهده می فرمایید شیوع رو بر اساس سن می بینید. در 3 تا 7 سال حدود 1 تا 3% شیوع داره سردردهای میگرنی، 7 تا 11 سال 4-11% و 15 سال
80 23 درصد. و همونجور که اشاره شد معمولا پری اسکول و در پسرها شاید تر از 7 تا 11 سال تقریبا به یک میزان در دختر و پسر دیده میشه و بعد از اون و بعد از سن بلوغ در دختر خانم ها شایع تر هست. بنابراین همجور که در جدول هم ملاحظه میفرمایید شیوع سردرد با افزایش سن معمولا افزایش پیدا میکنه و حدود 40% کودکانی که در سن مدرسه هستن حداقل یک سردرد رو به صورت هفتگی تجربه میکنن. خب ما در این قسمت به ساختارهایی که حساس هستند به درد در قسمت سر و گردن یک اشاره می کنیم و حتی همینطور ساختارهایی که غیر حساس هستند به درد. از ساختارهای اکستراکرانیال حساس به درد اعصاب و کرانیال، ریشه های سرویکال، شریان های اکستراکرانیال، عضلات هستند و پریستوم، مخاط سینوس ها و ساختارهای دندان. و از قسمت اینفراکرانیال حساس به درد شریان های دورال و مغزی، ورید های بزرگ و سینوس های وریدی هست و مناطق این سنسیتیو نسبت به درد خود اسکال هست، البته بجز پریستوم که عرض کردیم. پارانشیم مغز غیر حساس هست به درد، پایومتر، آراکنوید متر و قسمت هایی از دورامتر، پاندیما و کروید پلکسوس منوال قسمت هایی هستن که به درد حساس نیستند. باز در این شکل ها همون ساختارهای حساس به درد رو مشاهده می کنید. در این قسمت فالس ربری رو مشاهده می کنید و سینوس های وریدی رو در این قسمت مشاهده می کنید. ورید ها و سینوس های وریدی رو عرض کردیم. شریان ها هستش که شریان ها هم از قسمت ها و ساختارهای حساس به درد هستند در قسمت سر و گردن. و ساختارهای این سنسیتیو نسبت به درد همجور که اشاره شد پارانشیم مغزی هست، دورا هست که باز قسمت نسبت به درد حساس نیست، هرچند که قسمت هایی که عروق و سینوس های وریدی باشه اونها اون قسمت ها حساسیت به درد دارن. اپاندیم رو اشاره کردیم. کروید پلکسوس، آراکنوید و پایومتر قسمت هایی هستن که به درد حساس نیستن. مکانیسمی که درد ناشی از عروق رو در واقع ایجاد میکنه عمدتا به علت وازودایلیشن این بلالی که حالا هست همجور که عرض شد ترکشن یا دایلیشن شریان ها یا ورید ها هست، کامپریشن، ترکشن یا انفلامیشن ساختارهای حساس به درد اینتراکرانیال، اسپاسم در عضلات، تحریک مننج و همطور افزایش اینتراکرانیال پرشر و پاتولوژی هایی که در ساختارهای مختلف سرگردن مثل چشم، گوش و یا گلو و بینی هست، اینها علل سردرد میتونه باشه. در این شکل اگر دقت بفرمایید اگر یک پاتولوژی و مشکلی در آنتریور فوسا وجود داشته باشه عمدتا درد در مسیر شاخه‌های یک اول و دوم و سوم عصب تریجمینه هست و همونجور که در این منطقه مشاهده میکنید اینجا باعث درد میشه و اگر اشکال در پوستریور فوسا باشه عمدتا رادیشن درد به خلف سر و گردن خواهد بود که محل رو مشاهده میکنید. خب در این قسمت ما یک اپروچی به کلی به سردرد خواهیم داشت. کلاسفیکیشن سردرد به دو صورت عمدتا هست، سردردها یا پرایمری هستند یا و سکندری و یا اینکه تقسیم بندی دیگه که وجود داره به این صورت هست که سردرد رو بر اساس پترن زمانی تقسیم بندی و طبقه بندی میکنه که عمدتا سردردهای پرایمری شامل میگرن و تنشن و کلاستر هستن که در ادامه توضیح بیشتری رو اشاره خواهم کرد. بر اساس تقسیم بندی و کلاسیفیکیشنی که اینترنشنال هدیک سوسایتی داره حدود 90% سردردهای کودکان رو پرایمری هدیک
تشکیل میدن که همجور که عرض کردم شامل میگرن، تنشن تایپ هدیک، سفالژیای اتونومیک ترینجمینه که کلاستر هم زیر مجموعه این قسمت قرار میگیره و انواع سردردهای اولیه دیگه که یک اشاره مختصری بکنم، مثل نیو دیلی پرسیستنت هدیک، کولد استیمولوس هدیک، پرایمری کاف هدیک، پرایمری اگزرسایز هدیک و علل دیگه. از نظر تعریفی پرایمری هدیک معمولا هم سردردهایی هستند که با هیچ بیماری ارگانیک و یا ابنرمالیتی نورولوژیک از نظر ساختاری همراهی ندارند. در بررسی هایی که انجام میشه چه از نظر آزمایشگاهی چه ایمیجینگ معمولا مشکلی وجود نداره و معاینات نورولوژیک و فیزیکی ما هم عمدتا نرمال هست. خوشبختانه شایع ترین تیپ سردرد در بچه ها پرایمری هدیک ها هست و با مدیکال پرابلم دیگه ای عمدتا همراهی نداره. سکندری هدیک ها عمدتا ثانویه به یک مدیکال پرابلم هست که این مدیکال پرابلم میتونه یک مسئله جزئی باشه، مثل یک اپر ریسپیتوری اینفکشن یا سینوزیت، و یا یک شرایط کاملا جدی و خطرناک مثل مننژیت، برین تومور، تروما، واسکولیت توکسیک، مسائل توکسیک و متابولیک و همینطور هیدروسفالی. باز بر اساس اینترنشنال هدیک سوسایتی سردردهای ثانویه همجور که عرض کردم علت تروما، اختلالات واسکولار سرویکال و کرانیال، اختلالات نان واسکولار اینتراکرانیال به علت سابستنس ابیوز یا ویدراوال مواد، علل عفونی هست، اختلالات هموستاز هست و یا هر پاتولوژی که در ساختارهای مختلف سرگردن مثل سینوس ها، گوشت، دندان، دهان وجود داشته باشه و همینطور سردردهایی که منتسب هست به اختلالات سایکیاتریک رو در این زیر مجموعه تقسیم بندی میکنه. بنابراین سردردهای ثانویه از نظر تعریفی معمولا یک سردردی هست که اخیراً شروع شده و همراهی دارد با اختلالاتی در معاینه فیزیکی ما و معاینه بالینی ما. تست هایی که انجام میدیم و ایمیجینگی که انجام میدیم هم تشخیص ما رو در واقع کانفرم میکنه. شناسایی علل زمینه ای سردرد در سکندری هدیک ها بسیار حیاتی هست از دو جهت. از نکته مهم این هستش که به هر حال شرایطی ممکنه باشد که لایف تریتنینگ و تهدید کننده حیات باشه و اون رو شناسایی میکنیم، و از طرف دیگه با برطرف کردن اون آندرلاینی که خب شکل دیگه ای از تقسیم بندی سردرد بر اساس پترن زمانی سردرد هستش که در این تقسیم بندی ما اون تقسیم بندی اول رو هم میتونیم بگنجونیم. به عبارتی همجور که در این دیاگرام و شکل مشاهده میکنید، سردرد ممکنه که پترنش به صورت اکیوت ریکارنت باشه در حالتی که کاملا نرمال هست، به صورت حاد بیمار دچار سردرد میشه، بهبود پیدا میکنه، در طول زمان خوب هست، مجددا عود میکنه، باز خوب میشه و این ادامه پیدا میکنه که این رو میگن اکیوت ریکارنت. سردرد ممکنه یک اکیوت هدیک باشد بدون هیچ زمینه، کاملا نرمال بیمار به صورت حاد دچار سردرد بشه. ممکنه سردردها کرونیک نان پروگرسیو باشن به این شکل که مشاهده میکنید، کرونیک نان پروگرسیو، و یا اینکه پترن به صورت کرونیک پروگرسیو باشه. البته مواردی هم ممکنه میکس تایپ باشه، یعنی سردردی که کرونیک نان پروگرسیو هست اکیوت ریکارنت هم بشه. خب در این قسمت ما یک اشاره می کنیم به علل الگوهای مختلف سردرد و این خدمتتون اشاره می کنم. در واقع اکیوت هدیک منظور اینه که در بیماری که هیچ سابقه قبلی از اپیزود سردرد نداشته دچار یک حمله سردرد میشه که این اپیزود ها میتونه سردرد های جنرالیزه باشه و یا لوکالایز باشه. شایع ترین علت این سردردهای حاد در کودکان عمدتاً upper respiratory infection های همراه با تب هستند، ولی علل جدیتر و خطرناکتری مثل خونریزی، مننژیت و تومور هم
میتونه به صورت حاد خودش رو نشون بده. خب علل اکوت جنرالایز هدک و اکوت لوکالایز هدک رو خواهم گفت. در این قسمت شما این علل اکوت جنرالایز هدک رو مشاهده میکنید. میتونه وسکولیت عاملش باشه، تروما باشه، SAH باشه، ستروک باشه، مالیگنن هایپرتنشن، پست ایکتال به دنبال یک حمله تشنج بیمار دچار سردرد جنرالیزه عمدتاً میشه، اکسپوژر های توکسیک باشه و یا عفونت ها که عفونت های تنفسی، فارنجیت استرپتوکوکی، مننجیت یا انسفالیت رو شامل میشه. اما علل اکوت لوکالایز هدک همون ساختارهای مختلف سر و گردن درگیر میشن عمدتاً، مثلا اوتایتیس مدیا، سینوزیت، temporomandibular joint dysfunction، تروما، اوکسیپیتال نورالژیا، اختلالات دندانی و اوکولار ابنورمالیته ها میتونن عامل اکوت لوکالایز هدک باشن. خب چه عللی باعث اکوت ریکارنت یا اپیزودیک ریکارنت هدک؟ علل اکوت ریکارنت هدک میگرن، تنشن تایپ هدک، تریجمینال اوتونوم سفالژیا که کلاسترها هم در این قسمت قرار می گیرن، سیجر اسوسییتد هدک، یکی از سندروم های سریعی که با سردرد میتونه تظاهر پیدا بکنه و همراهی داشته باشه، بیناین اوکسیپیتال اپیلپسی هست، سابستنس ابیوز و بیماری های میتوکندریال به صورت اکیوت ریکارن هدک میتونن خودشون رو نشون بدن. اما پترن کرونیک پروگرسیو چه عللی میتونه داشته باشه؟ اولا اینکه سردردهای کرونیک پروگرسیو معمولا از نظر فرکانس و شدتشون در طول زمان بیشتر میشن و معمولا همراهی با علائم افزایش آی سی پی دارن. عللش چه چیزایی هست؟ ایدیوپاتیک اینتراکرانیال هایپرتنشن، IIH یا سودو تومور سربری، تومور هیدروسفالی، واسکولیت، ترومبوز سینوس وریدی و آبساهای مغزی به این شکل تظاهر ممکنه پیدا بکنه. و کرونیک نام پروگرسیو هدیک چه عللی شامل میشه؟ کرونیک نام پروگرسیو هدیک ها اون سردردهایی هستن که مکرر، روزانه و پایدار هستن عمدتاً، ولی همراهی با علائم افزایش آی سی پی ندارن، غالبا با استرس همراهن، در سنین زیر 10 سال شیوع کمتری دارن. از علل کرونیک نان پروگرسیو هدیک کرونیک تنشن تایپ هدیک رو تقسیم بندی میکنن، انگزایتی، دپرشن یعنی اختلالات سایکولوژیک، نیو دیلی پرسیستن هدیک، سلیپ آپنیا، اینها در این قسمت قرار می گیرن. اما یه سری موارد هم هست که پترن سردرد ممکنه که به صورت میکس باشه. میکس هدیک معمولا یک کامبینیشنی از اکوت ریکارنت هدیک که میگرن هست وجود داره به اضافه پترن سردردهای روزانه‌ای که کرونیک نام پروگرسیو هستند. یعنی بیمار ما یک دیلی کرونیک نام پروگرسیو هدیکی دارد که اکوت ریکارنت هدیک برای اون سوپرایمپوز میشه. این هم در واقع یکی از پترن های سردرد میتونه باشه. خب اما اسلاید آخر من این هست که باز اشاره میکنم خدمتتون که خوشبختانه اکثریت سردردها در کودکان سردردهای اولیه یا پرایمری هدیک ها هستن که علت اون میگرن و تنشن هدیک هست و علل خطرناک و جدی کمتر عامل سردرد در کودکان هست که این هم عمدتا از طریق هیستوری و فیزیکال اگزم قابل افتراق هست، هرچند گاهن برای افتراق علل پینفول یا حالا همون پرایمری هدیک ها از هارمفول موارد هارمفول که مسائل جدی تری هستن گاه نیاز هست که از کمک تشخیصی ها هم استفاده بکنیم مثل نورو ایمیجینگ، و که اینها البته در ادامه بحث اساتید نکات لازم رو در خصوص افتراق اینها اشاره خواهند کرد، من وارد بحث اونها نیاز. و از شما به علت توجهتون تشکر میکنم، امیدوارم که اوقات به کامتون باشه. خدا نگهدار.
با نام یاد خدا. خیلی تشکر میکنم از استاد حیدری عزیز. اگر سوالی داشتین میتونید در قسمت چت در واقع سوال رو بنویسین. ایشون در سالن حضور دارن، هم میتونن به صورت شفاهی و هم کتبی برای شما جواب رو بنویسن. در قسمت بعدی با موضوع میگرن و واریانت های اون در خدمت دکتر علی نیکخواه، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان هستیم. استاد بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه همکاران و اساتید و همه شرکت کنندگان، با تشکر ویژه از جناب استاد اشرفی که برای ارائه این بحث از بنده دعوت کردند. در مورد مبحثی که ما خدمتون هستیم، یعنی پیدیاتریک مایگرین یا میگرن در کودکان، بحثی که به عهده من گذاشته شده در واقع آشنایی با روش های تشخیص این بیماری در بچه ها هست. خب یه اوورویوی ما خدمت دوستان بگیم، در واقع ما خیلی خلاصه در 20 دقیقه که خدمتون هستیم در مورد دفینیشن یا تعریف، کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی، دیاگنوستیک کرایتریا، معیارهای تشخیصی و واریانهای شایع میگرن صحبت میکنیم. خب تعریف میگرن در واقع شاید خلاصه ترین و ساده ترین تعریفی که برای میگرن ما میتونیم ارائه بدیم، سردردهای راجعه ای هست که در بین این حملات سردرد بچه بدون علامت یا فرد بدون علامت هست. یعنی این خصوصیت بسیار بارز سردردهای میگرنی هستش که وقتی که در واقع حمله سردرد به پایان رسید، تا حمله بعدی اون فرد کاملا بدون سردرد هست و بدون حمله هست. و همونجوری که دوست عزیزم آقای دکتر حیدری در لکچر اول صحبت فرمودن، در واقع اینها جزء اکوت ریکارنت هدیک ها طبقه بندی میشن، یعنی سردرد هایی که در واقع جزء سردرد هایی هستن که به صورت حاد بروز میکنن و بعد از مدتی، حالا یه مدت زمان معمولا کوتاهی، خوب میشن تا حمله بعدی سردرد دیگه فرد دچارش نخواهد شد. و این نکته خیلی بارزی که من در تعریف آوردم این که فامیلی هیستوری، به خصوص گرفتاری مادر و خانواده مادری در میگرن ها، به خصوص در میگرن کودکان، نقش بسیار بارزی داره و عموما مثبت هست. یه تقسیم بندی کلی یا کلاسیفیکیشن بگیم، مایگرن without aura، یعنی میگرن بدون اورا، که در گذشته به عنوان کامان میگرن اسم می بردن ازش، مایگرن with aura یا سردرد میگرنی که اورا دارن، که به نام کلاسیک مایگرن قبلا ازش اسم برده می شد، و بالاخره مایگرن واریانس یا واریان های میگرن که البته اسم جدیدی داره که خدمتون عرض خواهم کرد. اما نکته که خیلی مهم هست، خیلی وقتا پرسش میشه که ما چطوری بچه که با سردرد حاد میاد و به صورت راجعه هست تشخیص میگرن بذاریم. میگرن بدون اورا، این در واقع جدولی هستش که خب خیلی آشناس برای خیلی از همکاران و آخرین جدول هست از طبقه بندی های مربوط به ICHD3 بتا. همونجور که مشاهده میکنید معیار A در واقع حداقل 5 حمله رو ذکر کرده، که البته من در نکاتی که بعد از این اسلاید هست توضیح میدم که خیلی وقتا نیازی به پر شدن این معیار نیست. در مورد معیار B که خیلی مهمه، حملات سردرد معمولا بین 4 تا 72 ساعت، البته واقعا معمولا کمتر از 12 یا 24 ساعت است، اما این بازه زمانی 4 تا 72 ساعت در تعریف اومده. البته اینجا توضیح دادن به شرط این که در واقع هیچ اقدام درمانی صورت نگیره یا درمان ها موفق نباشه. معیار C خیلی مهم هست. معیار C اینه که سردردهایی باشن که حداقل از 4 تا زیرگروه معیار C 2 تا رو داشته باشن، یا یونیلترال باشن یعنی یک طرفه، یا کیفیت پالسایتینگ یا همون ضربان دار داشته باشن.
یا مادری تو سیویر باشن، یعنی یا متوسط یا شدید باشن از نظر شدت که با فانکشن بچه در واقع تداخل میکنن. و یک نکته بسیار مهم که به سر اینجا باید ذکر بشه اینه که در سردردهای میگرنی معمولا فعالیت‌های روتین در واقع بچه یا اون فرد مختل میشه، یعنی عملا وقتی یک بچه یا حالا نوجوان یا حتی فرد بزرگسالی دچار سردرد حاد میگرنی میشه، عملا دیگه نمیتونه حتی کارهای عادیشو انجام بده. و این نکته یادمون باشه، این نیاز نیست که حتما فیزیکال اکتیویتی شدید مختل بشه، مثلا حتما ورزش کردن نتونه، شاید اصلا حوصله نداشته باشه، خیلی ساده یه راه رفتن ساده که همیشه انجام میدادم انجام بده و یه گوشه میشینه یا دراز میکشه. در مورد دی هم که خب همیشه صحبت شده، سردردهایی که در واقع یکی از این دو مورد معیار دی رو داشته باشن، یعنی تهوع یا استفراغ، و یا استفراغ یک کدوم کفایت میکنه، فوتوفوبی و فونوفوبی. پس اگر این معیارها وجود داشته باشه، ما تشخیص مایگرن ویدوت اورا که در واقع شایع ترین نوع مایگرن، شاید بیش از 80-85% انواع میگرن ها رو در کلن چه کودکان چه بزرگسالان تشکیل میده خواهیم داشت. اما نکاتی جالبی وجود داره واقعیت در پیدیاتریک مایگرن، اون مواردی که ما گفتیم شامل همه سنین میشه. یه چند تا نکته هستش که خب در یک سیستماتیک ریویو و یه ریویو آرتیکل خیلی به روز مربوط به سال 2019 راجبش صحبت شده، انتهای سال 2019 تقریبا سال گذشته نکاتی بهش رسیدن. اولا اینکه در بچه هایی که زیر 6 سال هستن، طبق اون اسلاید قبلی اگه ملاحظه بفرمایید، اینجا ما گفتیم 5 حمله رو پوشش بده و ایجاد بشه، در واقع حالا اینو پایین تر میگم، اولا نیاز به پر کردن معیارها به لحاظ تعداد حمله نیست، یعنی این پایین ترین مسئله رو گفتم چون اون قسمت A بوده، اینجا پایین نوشتم. اپیزودهای دیوریشن و کاراکتریزیشنشون رعایت بشه، واقعا نیاز نیست ما منتظر 5 تا حمله باشیم تا تشخیص میگرن داشته باشیم. اما در مورد زمان که اینجا نوشتیم، ما 4 تا 72 ساعت، میبینید که در بچه های زیر 6 سال ممکنه به کوتاهی نیم ساعت باشه سردردها. و برای اینکه معیار پر کنه، نگه خب این بچه که حالا مثلا سردردش نیم ساعت، 20 دقیقه است، 40 دقیقه است، هنوز معیار پر نمیکنه، 2 ساعت یا 4 ساعت نشده. نکته بعدی استفراغه. استفراغ معمولا در انتهای حملات سردرد پیدیاتریک مایگرین اتفاق میفته. بیشتر این بچه ها یا حتی نوجوان ها حالت تهوع یا نیجیا دارن و این اینجوری فکر نکنیم حتما باید در همشون استفراغ باشه. نکته دیگه درد تو بچه ها معمولا جالبه، لوکیشن در ناحیه فرونتاله، یعنی اونچه که گفته میشه به صورت تیپیک در ناحیه حالا یونی تمپورال معمولا ما انتظار داریم یا بای تمپورال در افراد بزرگسال، در بچه ها معمولا این در واقع در قسمت فرونتال هست با پوششی از در واقع دوتا در نواحی بای تمپورال. نکته جالب تر دیگه که بهش رسیدن در بررسی جدیدتر، دیدن در تو بچه ها به خصوص بچه های حالا زیر 11 سال زیر 10 سال بیشتر پاندینگ هست، کوبشی هست تا بخواد پالسیتینگ باشه، یعنی پالسیتینگ تا در واقع پین، اون چیزی که در حالا بیشتر نوجوانا و بالغین ما سراغ داریم در واقع بچه ها نیست. و این نکته هم که خدمتون عرض کردم، قرار نیست که هر 5 تا اپیزود رو حتما پر کنه ما تشخیص بذاریم، اگر دیوریشن و کاراکتریستیک و اون داستانهای مربوط به تشخیص میگرن پا بر جا باشه. خب این مایگرن ویدوت اورا بود که شایع ترین نوع مایگرن بود و گفتیم جدول تشخیصیشو و اون 5-6 تا نکته که در مورد بچه ها بود. اما در مورد مایگرن وید اورا که خیلی کمتر شایع است، حتی در بزرگسالان هم کمتر شایع است، بایستی ذکر بکنم خدمت دوستان که این معیارها دیگه نیاز به 5 تا حمله نیست، یعنی 2 تا حمله کفایت میکنه برای تشخیص. از معیارهای B و C، خب در معیار B اینکه حداقل 1 مورد از این 6 تا اورا رو داشته باشه. خب دوستان عزیزم میدونن اورا در واقع یک ترانزیتوری نورولوژیکال دیسفانکشنه که حتی خیلی از اپیلپتولوژیست ها میگن اورا یک سیمپل پارشیال یا فوکال سیجر. اما در زمینه بحث داستان میگرن به این قضیه حالا کانسنسوس وجود نداره و توافقی نیست که حتما اورا در میگرن هم یه نوع سیجر باشه، ولی قطعا یک نورولوژیک دیسفانکشنه اما گذرا و کوتاه. شایع ترین اورا در بچه ها خب ویژوال هست و بعد سنسوری،
اما speech and or language نوشته، یعنی کلامشون، موتور اورا، برین استم اورا، رتینال اورا، یکی از این شیشتا باشه برای تشخیص مایگرن وید اورا کفایت میکنه. نکته بعدی قسمت سی هست، نوشته که حداقل سه مورد از این شیش مورد باشه. من خیلی وقت دوستان رو برای این قسمت نمیگیرم، فقط یه توضیح برای دو سه موردشون بدم. یکی این که میگه حداقل این که یک علامت اورا بین هولوش 5 دقیقه یا بیشتر طول میکشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک اورای ناگهانی، مثلا بچه یهو دچار بلایندنس بشه ظرف مثلا یه فرض کنی 10 ثانیه، چه میدونم 20 ثانیه، این خیلی به نفع میگرن با اورا نیست، باید به چیزای دیگری فکر بکنین که اشاره خواهم کرد. یا اینکه علائم اورا در واقع میتونن پشت هم مطرح بشن. گاهی اورا 5 تا 60 دقیقه طول میکشه و بعد سردرد اتفاق میفته، گاهی هم نه، در حین اینکه اورا شروع شد سردرد اتفاق میفته. اوراها معمولا اینه که توصیه میشه که، یعنی در واقع تو این جدول گفته شده اگه میخواین شما تشخیص بذارید، یک اورا بایستی یونیلترال باشه، حداقل یک اورا بایستی پازیتیو باشه. خب میدونید اورای پازیتیو و نگاتیو، و به طور کلی یه توضیح کوچیکی بدم، خیلی ها میپرسن از دوستان نورولوژیکال دفیسیت هایی که بحث پازیتیو یا نگاتیو دارن، به طور کلی خیلی جاهای دیگه هم داریم، در موومنت دیزوردرها داریم، در اپیلپسی داریم. علامت پازیتیو یعنی علامتی که نباید باشه و هست، و علامت نگاتیو یعنی علامتی که باید باشه و نیست. مثلا شما فکر کنید یه بچه‌ای که دچار موتور دیفیسیت میشه، اورای موتور داره، بچه که یهو اسپیچ ارست پیدا میکنه، اینا میشه علائم نگاتیو. علائم پوزیتیو یعنی بچه دچار یهو بلایندنس میشه، بچه که باید ببینه ولی یهو نمیبینه. پس اینا یادتون باشه که هر کدوم از اینها باید یکی از این اوراها پوزیتیو باشه کفایت میکنه. اما نکاتی که راجع به مایگرین وید اورا هست، همونجوری گفتیم ویژوال اند سنسوری اورا، یعنی به اصطلاح اوراهای بینایی و حسی شایع‌ترین اورا هستند در میگرن با اورا در بچه‌ها، به خصوص ویژوال. یه نکته جالبی هست، منشأ علایم در واقع اوراها در مایگرن وید اورا در اونایی که اورای برین استم دارن، خود برین استم هست و بایلترال اوکسیپیتال همیسفرز. همیشه این تلقی بود که خب از یک همیسفر حتما مشکلات بچه‌هایی که مایگرن وید اورا دارن سرچشمه میگیره. بله اینطور هست، در مورد اوراهای تیپیک همینطوره، همین که ملاحظه میفرمایید در واقع اوراهای ویژوال، اوراهای آدیتوری، سنسوری، اینا معمولا همینطوره، یک همیسفر دچار اختلاف میشه. اما در برین استم اورا هر دو همیسفر، اونم در ناحیه اوکسیپود، دچار اشکال میشن، برای همین علائمی که دارن یکم متفاوت است. در بیمارانی که مایگرن با اورا دارن، یک نکته بسیار حیاتی و مهم برای تشخیص هست، اینه که حتما بایستی ابنورمالیتی یا اختلالات استراکچورال، اختلالات واسکولار در اینها رول اوت بشه. مواردی هست که کمک میکنه به تشخیص افتراقی یک مایگرن وید اورا، به خصوص اونایی که اوراهای برین استم دارن یا اوراهای پیچیده تری دارن، کمپلکس اورا، بیش از 2 تا از اون 6 تا 7 اورایی که گفتیم دارن، حتما حتما بایستی برین امارای انجام بشه. و نزدیکترین تشخیص به بچه‌هایی که میگرن با اورا دارن در واقع تشخیص افتراقی، اختلالات ایسکمیک هست، چه به صورت آرتریال ایسکمیک استروک، چه به صورت اختلالات دیگر واسکولار، چه به صورت TIA یا ترانزینت ایسکمیک اتکس، حتما باید به این توجه بشه. البته این مورد در نوجوانها و سنین بالاتر بیشتر دیده میشه، کمتر در کودکان است. یه وارنینگ ساین های خوب داریم، هر جا ما فکر کردیم که ممکنه سردردهای ثانویه، آقای دکتر حیدری اشاره کردن در اسلاید قبلیشون، وجود داشته باشه، ما باید حواسمون به این نکته باشه. 3 تا وارنینگ ساین یا علائم هشدار داریم. یکی این که خیلی سریع و انفجاری سردرد شروع بشه. یکی این که فوکال نورولوژیک ساین داشته باشیم، یعنی تو معاینه علائمی داشته باشیم به نفع درگیری فوکال. و دیگری altered consciousness، یعنی که ما سطح هوشیاری بچه رو ببینیم که دچار اختلال هست. هر کدوم از این 3 مورد بود، اینها علائم هشداره برای اینکه ما به سردردهای ثانویه فکر کنیم که در تشخیص افتراقی به خصوص میگرن با اورا قرار میگیره. بعد از این داستان مایگرن وید اورا و مایگرن ویدوت اورا، بخش آخر صحبت‌های بنده در مورد 4 تا هر کدوم یک اسلاید خلاصه هست، واریان‌های میگرن هست، و بعد عرضمو تمام میکنم.
مایگرین واریانس، قبلا میگفت اینو واریان های میگرن هستن حتما، یعنی یه جور میگرنن که با علائم دیگری خودشون رو دارن نشون میدن. که این چهار تا شایع و مهم ابدومینال مایگرن هست، سایکلیک وامیتینگ سیندروم با ابریویشن معروف CVS، بیناین پاروکسیسمال ورتیگو یا ورتیگو همون BPV و بیناین پاروکسیسمال تورتیکولیس یا BPT. اما جالبه این اسمی که الان اینجا وجود داره، جدیدا میگن اپیزودیک سیندروم that may be associated with migraine، یعنی اینها خودشون شخصیت جدایی دارن، الزاماً وصل به میگرن و سردرد میگرنی نیستن. اینها سندروم های اپیزودیکی هستن که ممکنه با میگرن هم همراه باشن. این تغییری که خب اخیراً، یعنی در واقع 3-4 سال اخیر، در سال 2015 در این واژه داده شد. اولین مورد از این 4 تا واریان، یا حالا خلاصه تر بگیم همون واریان میگرن یا سندروم های اپیزودیکی که میتونن با میگرن باشن، ابدومینال مایگرن هست، مایگرن شکمی، معمولا تو سنین بین 3 تا 10 سال اتفاق میفته. حملات شدید هست، معمولا متوسط تا شدید، محل درد میدلاین شکمه و پورلی لوکالایزده. معمولا این درد شکم در میگرن شکمی لوکالیزه نمیشه و کولیکی هم نیست. اینو من به هر حال با یک فونت دیگری در واقع ایتالیکش کردم که یادمون باشه. خیلی وقتا تو کلینیک بچه ها میان یا همکارا رزیدنت فلو میپرسن که این بچه کولیکی پین داره. درد کولیکی پین با تشخیص ابدومینال مایگرن تقریبا منافات داره و تا حدود بسیار زیاد این تشخیص رولات خواهد شد. معمولا شکم دردها بین 2 تا 72 ساعت طول میکشن. خب این تقریبا شبیه همون معیارهای خود میگرن هست. تهوع، استفراغ، رنگ پریدگی و بی اشتهایی دارن. و نکته خیلی مهمتر، قرار نیست ابدومینال مایگرن همیشه با سردرد باشه. جالبه که اغلب موارد و به صورت تیپیک به هیچ وجه با سردرد همراه نیست. اما CVS یا سندروم استفراغ‌های دوره‌ای، خب همین که اسمش پیداست، اپیزودهایی از تهوع استفراغ بسیار شدید، واقعا ناتوان کننده، به صورت کاملا کلیشه یا استریوتیپیکال اتفاق میفته و کاملا هم قابل پیش بینیه. هم خود مریض هم خود خانواده میدونن که این الان چند دقیقه دیگه دچار این داستان بشه و چه تهوع و استفراغی در انتظار بچه است. انقدر واضح و تیپیکی که واقعا تشخیص افتراقی دیگه شاید خیلی براش نشه گذاشت، هرچند بایستی علتهای متابولیک، علتهای دیگر CNS، علتهای گوارشی اینا حتما بررسی بشه. حملات معمولا با رنگ پریدگی و لتارژی همراهن. این لتارژی بعضی وقتا بعضی همکاران ممکنه یه مقدار دچار چالش بکنه که نکنه داستان دیگری همراهه، نکنه یک فرمی از سیجر یا اپیلپسی باشه، که البته حتما اگه به شک قوی داشتن باید رول آت بکنن. اما واقعا این داستان در اینها شایع هست. تهوع استفراغ فقط نکتهش اینه که حداقل 4 بار، گاهی تا 15 بار در ساعت این بچه ها استفراغ دارن، تا برای یک ساعت طول میکشه. گاهی این حملات متاسفانه تو بعضی از موارد شدید تا 10 روز هم طول کشید. BPV یا بیناین پاروکسیسمال ورتیگو، خب اینو بیشتر دوستان به خصوص نورولوژیستا، همکار عزیز من، در کلینیک ها و مطب‌هاشون میبینن به عنوان واریانی میگیرن. بچه هستش که میاد بین 1 تا 5 سال، تیپیکال بین 1.5 تا 3 ساله و حملات خیلی کوتاه سرگیجه داره و یهو تعادلش رو از دست میده، میچسبه به حالا مادر یا پدرش یا به یه جایی که مثلا دیواری جای تکیه میده که نیفته، کمی مضطرب میشه، تعریق داره و یه مقدار تهوع داره، گاهی استفراغ میکنه، گاهی رنگ پریده هست، نیستاگموز ممکنه داشته باشه. اینها خب خیلی حملات ممکنه کوتاه باشه و گاهی ممکنه زیاد هم تکرار بشه. نکته ای که اینها دارن چیه؟ در بچه‌هایی که گرفتار BPV هستن ما به هیچ عنوان loss of consciousness، یعنی افت هوشیاری، یا حتی impairment of consciousness، یعنی حالت گیجی نداریم. این خیلی نکته مهمی در افتراقش با تشخیصهای دیگری که مشابه این داستان اتفاق میفته. اما یادمون باشه که حتما در بچه های BPV، به خصوص اونو که حملات آتیپیک دارن، تومورهای پوستریور فوسا، اپیلپسی و اختلالات وستیبولار بررسی و رول آوت بشه. و این آخرین اسلاید بنده هست که خدا رو شکر ظرف 20 دقیقه داره تموم میشه و من وقت همکار دیگر رو نمیگیرم. بیناین پاروکسیسمال تورتیکولیس یا تورتیکولی حمله ای که خوشخیم هست. اینها هم اپیزودهایی هستن که دچار هد تیلت میشه، بچه به یک سمت، سرش به یک سمت و گردنش به یک سمت برمیگرده.
از چند دقیقه تا حتی یک ماه ممکن این قضیه طول بکشه. اون یک ماه خیلی نادره، معمولا کمتر از 24 ساعت 48 ساعته، اما اونی که چندین روز طول میکشه بچه ها رو و همکاران رو به سمت تشخیص های افتراقی دیگر میبره. البته بی پی تی واقعیت اینه که به صورت یک شخصیت جدا جز اختلالات موومنت یعنی دیستونیا نیست، مدت ها اینو به عنوان دیستونی تلقی میکردن، اما گاهی اوقات به عنوان یک در واقع داینامیک دیستونیا جدیدن این رو مطرح میکنن، ولی خب ما این رو بذارید در همین واریان های میگرن داشته باشیم. حملات به هر حال ممکن است هفته یک بار تا هر 5-6 ماه یک بار اتفاق بیفته و حالت تهوع، بیقراری، استفراغ، رنگ پریدگی هم همراهشون وجود داره. بنابراین عرضم رو تمام بکنم، حالا اگر سوالی هستم در خدمت دوستان هستم که ما میگرن با اورا، میگرن بدون اورا و واریان های میگرن رو به صورت به اصطلاح کلی و اینکه دوستان وارد پنل تشخیصیش بشن مطرح کردیم، انشالله که استفاده کرده باشید. بله، خیلی خیلی تشکر میکنم از استاد نیکخواه عزیز که با موضوع میگرن و واریانت های اون در خدمت ایشون بودیم. سوالی توی چت من نمیبینم نوشته باشیم، بنابراین سراغ سخنران بعدی میرم. آخر سخنرانی اول ما پرسش و پاسخ خواهیم داشت که در صورتی که تا اون موقع سوالی مطرح بشه انشاءالله جواب داده میشه. یک بار دیگه یادآوری میکنم که برای کسب امتیاز باز آموزی حتما احتیاج داریم که توی آزمون شرکت بکنید تا 48 ساعت بعد از پایان پر پنل این فرصت رو دارین. سایت آزمون رو هم توی قسمت کامنت ها پین کردم. در خدمت استاد مهملتی عزیز فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان هستیم که با موضوع سردردهای تنشی و کلاستر ایشون در واقع ارائهشون رو شروع میکنم. بفرمایید استاد. از انبار سردردهای اولیه دو نوع تنشن تایپ و تریجمنال اتونومیک سفالژیا رو در خدمت خواهیم بود. همینجور که همکاران عزیز فرمودن، تنشن تایپ هدک و تریجمنال اتونومیک سفالژیا در گروه پرایمری هدک ها قرار میگیره. تنشن تایپ هدک شیوعش حدوداً 0.5% تا 72% در مقالات مختلف ذکر شده. همینجور که میبینید رنج پریوالانسی که گفته شده خیلی خیلی وسیعه، 5 تا 11%، 29 تا 58%. تو بعضی از مقالات حتی تنشن تایپ هدک رو شایع‌تر از انواع میگرن ذکر کردن و گفتن که شایع‌ترین نوع پرایمری هدک هست. در سنین نوجوانی و بعد از 11-12 سال شایع‌تر هست. معمولا سن پایین 11-12 سال در هر دو جنس شیوعش مساوی هست، اما بعد از سن در حوالی نوجوانی در فیمیل شایع‌تر میشه. تندرنسی که احساس میشه در عضلات پریکرانیال هست و معمولا این نوع تنشن هدک همراهی داره با بیماری های خلق و خو و بیماری های مکانیکال نخاع و گردنی. معمولا این سردرد به اندازه میگرن ناتوان کننده نیست، تهوع استفراغ در این نوع سردرد وجود نداره و این باعث میشه که این نوع سردرد ها قابل تحمل تر باشه برای بیمار ما. در طبقه بندی و در تعریف تنشن هدک گفته میشه سردردهایی که کاملا بدون علامت هستند، بدون علائم همراه. منظور این که فوتوفوبی، فونوفوبی، تهوع استفراغ نداره. به همین علت هر وقت در شخصی، در کودکی سردردی داریم که هیچ علامت همراه دیگه ای نداره، این به طور اخص به ما اشاره میکنه که نکنه سردرداش از نوع تنشن تایپ هدک باشه. و مطلب دیگه، سندروم های اپیزودیکی که همکار عزیزم دکتر نیخا فرمودن هیچگاه همراه با این تنشن تایپ هدک ها دیده نمیشه و به طور اخص اگر که بخواد همراهی با سردرد داشته باشه با سردردهای میگرنی خواهد بود.
البته در بعضی از کودکان باز افتراق تنشن تایپ هدک از میگرن سخت هست که شاید بتونه کاراکتریستیک های زیر کمک کنه تو تنشن تایپ هدک. سردرد کیفیتش معمولا فشارنده هست، نبضدار نیست، شدتش خفیف تا متوسط، برخلاف میگرن که متوسط تا شدید بود. همینجور که گفتیم تهوع، استفراغ، فوتوفوبی و فونوفوبی همراهش نیست. و باز علامت خوب افتراق دهنده دیگه اینه که با فعالیت های فیزیکی فرد تشدید نمیشه و معمولا تداخلی با فعالیت های معمول کودک ایجاد نمیکنه. اما از علتی که میتونه بروز دهنده تنشن تایپ هدک باشه، گرسنگی، کمخوابی، استرس، فعالیت های شدید، همینجور که گفتیم اختلالات مود مثل دیپریشن، آنزایتی و دیهیدریشن میتونه شروع کننده حملات تنشن تایپ باشه. از نظر پاتولوژی وقتی که عضلات اطراف جمجمه برای مدت طولانی به حالت منقبض باقی بمونن، موادی در اون ناحیه ایجاد میشه شامل لاکتات، پیروات، که این مواد میتونن انتهای اعصابی که در اون قسمت هستن و به خصوص در ناحیه اتصال عضلات و لیگامان ها به جمجمه بیشترین دانسیته رو دارن تحریک کنن و ایجاد درد کنن برای مریض ما. از نظر فرکانسی سردردها طبق طبقه بندی این فرکانس اپیزودیک تنشن تایپ هدک داریم، فرکانس اپیزودیک تنشن تایپ هدک و کرونیک تنشن تایپ هدک. این بر اساس فرکانس بروز حملات گفته میشه. این فرکانس اپیزودیک تنشن تایپ هدک کسایی هستند که حداقل 10 اپیزود سردرد دارند به طور متوسط کمتر از یک دونه در ماه و کمتر از 12 تا در سال. Frequent Episodic Tension Type Headache کسایی هستند که حداقل 10 اپیزود سردرد دارند به طور متوسط تا 14 تا در ماه برای 3 ماه مختلف و بیشتر از 12 تا 180 تا در سال. و نهایتاً کرونیک کسایی هستند که تعداد حملات سردردشون بیشتر از 15 تا در ماه هست و برای بیش از 180 روز در سال از سردرد رنج میبرن. همینجور که گفتیم یه استرس یا یه ناراحتی باعث درد میشه که میتونه همراه با آنزایتی و دپرشن باشه در نوع فرکوینت اپیزودیک، و این فرکوینت کمتر از 15 تا در ماه هست ولی در نوع کرونیک برای بیش از 15 روز در ماه و بیش از 180 روز در سال هست. دو طرفه هست، میتونه ناحیه به صورت دور سر باشه یا اینکه به قسمت پشت سر و ناحیه گردن تیر بکشه و به طور مشخص فشارنده هست سردرد. و این کراتریای تشخیصی هست که در مورد تنشن تایپ هدک به طور کلی گفته میشه، حداقل 10 اپیزود که هر اپیزود 30 دقیقه تا 7 روز طول میکشه و همراه با دو تا از علائم زیر باشه، یعنی که کمیتش به صورت فشارنده باشه، مایل تو مادریت باشه شدتش و با فعالیت های فیزیکی فرد تشدید نشه، و از اون طرف تهوع، استفراغ، فوتوفوبی، فونوفوبی نداشته باشه. اصلا چیزی که در مورد تنشن تایپ هدک خیلی برای ما مهم هست، علائم همراه به هیچ عنوان نداره. سردردهایی هست که با استرس های محیطی ایجاد میشه، معمولا به صورت دو طرفه و فشارنده هست و شدتشون خفیف تا متوسطه. اما گروه دیگه تریجمینال اتونومیک سفالژیا هست که این خودش زیر گروه هایی داره. زیر گروه ها شامل کلاستر هدک هست که خب به طور شایع تر دیده میشه و انواع نادرتری به صورت شورت لاستینگ یونیلاترال نوروفلاژیا
هدک، پاروکسیسمال همیکرانیا و همیکرانیا کانتینیا. اینا موارد نادرتر هست از این گروه، ولی کلاستر هدک شیوع بیشتری داره. این نوع دردها توی این گروه از ترجمینال اتونومیک سفالجیا دردهایی هستن که خیلی کوتاه هستن، مدت سردرد خیلی کوتاهه و خیلی شدیده. گاهی وقتا حتی به صورت دردها خیلی کوتاه، خیلی شدید، حالت خنجری ذکر میشه. کلاستر هدک این معمولا در افراد مذکر بالغ دیده میشه و شیوعش در مذکرها 6 برابر مؤنث هاست، یعنی جزء معدود موارد سردردی هست که شیوعش در افراد مذکر بیشتره. بقیه سردردها همه در حوالی بلوغ و یا در بالغین شیوع در مؤنث ها بیشتر هست. فقط کلاستر هدک هست که در میل شیوع بیشتری داره، 0.1% هست و معمولا بعد از سن 10 سالگی دیده میشه. یه علامت مشخصه بیماری که اسم بیماری هم از اون میاد، حملات کلاستری از سردرد هست که این کلاسترها میتونه 2 هفته تا 3 ماه طول بکشه. یعنی مریض برای مدت 2 هفته تا 3 ماه از سردردهای رنج میبره که طی روز 1 تا 8 اپیزود سردرد ایجاد میشه و این اپیزودهای سردرد به حدی شدید هست که بیمار رو از خواب بیدار میکنه. معمولا با فاصله کمی بعد از به خواب رفتن بیمار ایجاد میشه و شدت سردرد به حدی هست که گاهی وقتا اونو سویساید هدک میگن، یعنی سردردی که بیمار رو از استیصال به فکر خودکشی میندازه. حداکثر شدت سردرد در شروع سردرد و یا همون 15 دقیقه اول سردرد هست. به طور مشخص باعث بیقراری رسلسنس بیمار میشه. بیمار بیقرار هست، برخلاف بیماران میگرنی مرتب راه میره و معمولا این سردردهای اپیزودیک در یک زمان مشخصی طی روز ایجاد میشن. بیمار در یک ساعتهای مشخصی از سردرد رنج میبره، یک طرفه هست، بیشتر در ناحیه اوربیتال، سوپرا اوربیتال یا تمپورال دیده میشه و هر حمله اپیزودیک سردرد میتونه 15 دقیقه تا 3 ساعت باشه. به طور متوسط 45 دقیقه طول میکشه. معمولا این سردردها همراه علائم اتونوم در همون سمت سردرد هستند. علائمی به صورت افزایش اشک‌ریزش، احتقان بینی، ترشحات بینی و یا سندروم هورنر پارشیال به صورت پتوز و میوز یک طرفه. از طرف دیگه چون این سردردها بر اساس لوکیشن و محلشون که یک طرفه هست، همیشه باید در مواقعی که درد در ناحیه دندانها و مفصل تمپرومندیبولار هست، سردردهای کلاستر مد نظر قرار بگیره. مخصوصا اگر بیماری از درد دندون شکایت داره و معاینات دندون پزشکی در پاتولوژی خاصی رو تو این ناحیه نشون نده. 20% از بیماران کلاستر هدک ریمیشن کمتر از 1 ماه در سال دارن. بینا میگن کرونیک تنشن تایپ کرونیک کلاستر هدک که بیشتر در مذکرهای سنین جوانی دیده میشه. ضمناً این کلاستر هدک ها معمولاً با نیتروگلیسرین، هیستامین یا الکل تشدید میشن. باز اینجا کراتریای تشخیصی کلاستر هدک رو میبینیم. 5 تا حمله که هر حمله میتونه به صورت روز در میون تا 8 تا حمله در روز باشه و شامل سردردهای شدید
یک طرفه در ناحیه اوربیتال، سوپرا اوربیتال و تمپورال هست و هر حمله 15 تا 180 دقیقه طول میکشه در صورت عدم درمان و همراه همیشه با یکی از علائم اتونوم زیر هست، یا اینجنکشن کنجکتیوا، اشک ریزش، رینوره، احتقان بینی، تحریق در ناحیه صورت و پیشانی، میوز، پتوز و یا ادم پلکا. این جدول به طور خلاصه تمام مطالبی که ارائه شد از نظر محل، کیفیت و علائم همراه توی تنشن تایپ هدک، میگرن و کلاستر رو دوباره ذکر کرده برای ما که برای یادآوری میتونه کمک کننده باشه. اما از انواع نادر دیگه که گفتیم شورت لاستینگ یونیلاترال نورالژی فرم هدک ها هستن. اینا برخلاف کلاستر خیلی خیلی نادرن، سردردهای خیلی کوتاه شارپی که به یک طرف محدود هستن. فرکانس این سردردها خیلی زیاده، یعنی بیمار ممکنه تا 300 تا حمله خیلی خفیف کوتاه مدت سردرد رو تجربه کنه که هر حمله از 5 ثانیه تا 240 ثانیه طول میتونه بکشه. دو نوع کلی داره، یه نوع short lasting unilateral neuralgia form headache with conjunctival injection و tearing هست، یه نوع سانکت که همراه با اشک ریزش هست و با التهاب ملتهمه، و یه نوع دیگه سونا که این همراه با احتقان بینی و رینوره هست. نوع دیگه پاروکسیسمال همیکرانیا هستن، اینها هم باز سردردهای یک طرفه خیلی شدید و خیلی کوتاه مدت با فرکانس زیاد هستن که در یه سمت نیمکره خودشون نشون میده و همراه با علائم اتونوم هستن، اتونومی که قبلا گفتیم. میتونه فرکانسشون بیشتر از 5 تا در روز باشه و این نوع پاروکسیسمال همیکرانیا و همیکرانیا کنتینیا اینا سردردهایی هستن که به طور مشخص به این دو متاسین جواب درمانی خیلی خوبی میدن. کرایتریای پاروکسیسمال همیکرانیا اینجا گفته میشه که گفتیم سردردهایی که میتونه 2 تا 30 دقیقه طول بکشه و همراه با یکی از این علائم اتونوم در همون سمت سردرد هست. و نوع همیکرانیا کانتینیا باز به همین صورت سردردهایی هستن که یک طرفه لوکالیزه شدید ولی مداوم هستن، یعنی سردرد روزانه و به صورت کانتینیوس با شدت مادریت ادامه داره. معیارهای تشخیصی همیکرانیا کانتینیا سردردهای متوسط یک طرفه به صورت دیلی و کانتینیوس که در فواصل اون مریض بدون درد نیست و در فواصل روز گاهی این سردردها تشدید میشه، به صورت دردهای خیلی شدید خودشو نشون میده و همراه با علائم اتونوم یک طرفه هست و به طور کامل به ایندومتاسین جواب میدن. و نهایتاً باز این جدول که در مورد مقایسه سردردهایی که همراه با علائم اتونوم هستن، لوکیشن، دیوریشن و علائم همراهشون رو ذکر میکنه: کلاستر هدک، پاروکسیسمال همیکرانیا، سانکت، سونا و همیکرانیا کانتینیا. خیلی ممنون از توجهی که کرد. استاد سوالی کردن خدمتتون، گفتن که آیا میشه تنشن هدک انواع دیگر سردرد رو تقلید بکنه؟ مثلا وجود فوتوفوبی رد کننده تشخیص هست؟ ببینید در مورد این سردردها و علائمی که گفته میشه انقدر کانتروورسیا هست که توی مقالات مختلف چیزهای مختلف میبینیم. نه، اینجا ما به طور اخص به صورت یه اصل کلی گفتیم که تنشن هدک نباید با فوتوفوبی، فونوفوبی یا علائم دیگه باشه. اما
بله، خیلی از مقالات خیلی از جاها ذکر شده که میتونه همراه با فوتوفوبی و فونوفوبی هم به ندرت باشه، یعنی وجود اینا تنشن هدک رو رد نمیکنه. اما میگم اصول کلی رو یاد داشته باید به یادمون بمونه، این جزئیات و استثناءها رو آدم میتونه بعدا با بررسی های بیشتر کنار بذاره، ولی وجود فوتوفوبی و فونوفوبی میتونه توی تنشن هدک ها هم به ندرت دیده بشه. بله، خیلی خیلی تشکر میکنم از استاد محولاتی عزیز، از صحبتاشون استفاده در واقع زیادی کردیم. یه سوالم پرسیده بودین راجع به اینکه آیا درمان میگرن چه هستش. خواستم خدمتتون بگم که اقدامات درمانی سردرد توی کودکان رو آخرین سخنرانی در خدمتتون خواهیم بود. توی این قسمت از برنامه یک کلیپ برای شما پخش میکنیم و بعد ادامه برنامه رو خواهیم داشت. Bilimin sınırları yok. 32. Pediatri Kongresi'nde sizleri aramızda görmek isteriz. La scienza non confine. Esprimiamo di vedervi al 32º Congresso Pediatrico. La scienza no tiene fronteras. Esperamos que puedan reunirse con nosotros en el 32º Congreso Pediatrico. La science n'a pas de frontières. Nous sommes désireux de vous avoir parmi nos 32e congrès pédiatrique. Vigyan ki koi sima nahin hai. Hum aapko tis biti antarashtriya ban chikitsa congrès mein dek ni ke liye utsuk hai. Science has no border. And we are looking forward to meeting you at the 32nd International Congress on Pediatrics. برای دانش هیچ مرزی نیست. مشتاقانه منتظر ملاقات شما در 32th کنگره بین‌المللی کودکان در تهران هستیم. بله، کلیپی که مشاهده کردین مربوط به قسمت بین الملل کنگره اطفال بود که از تاریخ در واقع 12 تا 16 آبان ماه امسال که معادل میشه با 2 تا 6 نوامبر به صورت مجازی برگزار میشه. افتخار داریم که حضور بیش از 70 سخنران رو از 20 کشور برجسته دنیا داشته باشیم. برای علم هیچ مرزی نیست. مشتاقانه منتظر حضور شما بزرگواران توی این برنامه هم هستیم. با ادامه مطالب مربوط به پنل سردرد در دوران کودکی و نوجوانی در خدمت شما هستیم. الان با موضوع سردردهای متفرقه و در ادامه اون سردردهای ارگانیک ارائه استاد سیمین خیاط‌زاده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان رو خواهیم داشت. استاد بفرمایید.
به نام خدا با سلام، مبحث سردردهای ناشایع رو شروع می‌کنم. مبحث سردردهای ناشایع رو شروع می‌کنم. انشالله که استفاده ببرید. خب از سردردهای ناشایع ما بخوایم دسته‌بندی بکنیم، به سه دسته میتونیم تقسیمشون کنیم. سردردهایی هستن که به ایندومتاسین جواب میدن، سردردهای مزمن روزانه که پیش رونده نیستن، و سردردهایی که با دارو و غذا یعنی ارتباط دارن. از ایندومتاسین ریسپانسیو هدک ها که حالا یه مقدارش هم آقای دکتر محولتی زحمت کشیدن و گفتن، ما دستایی هستن که فقط به ایندومتاسین جواب میدن و به داروهای دیگه متاسفانه جواب نمیدن. یعنی ما باید حالا با خصوصیاتی که دارن و بعد به درمانهایی که ببینیم به داروهای معمول جواب نمیدن شک کنیم به این دسته سردردها. خب سندروم هایی که توی این دسته قرار میگیرن آیس پیک هدک هست، بینائن اگزرشنال هدک، کرونیک پاراستیسما همیکرانیا و همیکرانیا کانتینوا. بینائن اگزرشنال هدک دسته هستش که شاید ما توی بچه ها باز به نسبت بقیه موارد بیشتر ببینیم، که به دنبال هر فعالیتی ممکنه دیده بشه، ولی به خصوص توی ورزش‌های رقابتی، تو فعالیتی که توش دویدن زیاد هستش بیشتر دیده میشه و فعالیت‌های جنسی هم شامل میشه که میتونه در حین فعالیت جنسی هم اتفاق بیفته. خب میدونیم که ما تمام این مسائل حتی توی میگرن هم میتونه دیده بشه، یعنی فعالیت میتونه میگرن رو بدتر کنه، ولی بچه‌هایی هم هستن که بدون اینکه میگرن داشته باشن این سردرد رو میتونن تجربه کنن فقط در طی ورزش. و البته در ورزش های مثل وزنه برداری هم میتونه سردرد دیده بشه. از نظر علائم بالینی یه تفاوت های بین این فعالیت ها وجود داره که سردرد رو مشخص میکنه، تیپ سردرد رو. اگر که در حین فعالیت ورزشی باشه معمولا حاد و شدید هست و اول ورزش شروع میشه. اگر که به دنبال فعالیت‌های جنسی باشه معمولا در انتها دیده میشه، و خب گفتم یه فعالیت‌های مثل بسکتبال، فوتبال، اینها در تهش سردرد میتونه شروع بشه و ادامه دار بشه اگر که اون فعالیت قطع نشه. خب ارتباط این سردرد و فعالیت واضح هستش و خیلی از این موارد ممکنه که نیاز به دارو نداشته باشن و اصلا شکایتی هم ندارن، اما تو ورزشکارای حرفه‌ای اون مهم این ورزشکارای حرفه‌ای هستن که نمیتونن فعالیتشون رو قطع کنن. به همین علت ما میتونیم سردرد رو در اینها داشته باشیم و باید درمان بشن. خب توی ورزشکارا معمولا میگن که اگر که قبل ورزش 2 تا 3 ساعت قبل ورزش ایندومتاسین بهش داده بشه میتونه این سردرد رو کنترل کنه. اگر که یه سری ورزش‌های حرفه‌ای هستش که به صورت فصلی هستن، خب مجبورن که روزانه تمرین داشته باشن، اینو باید به صورت پروفیلاکتیک ایندومتاسین دریافت کنن. و پروپرانولول هم گفته میشه که میتونه به اینها کمک کنه، کلا توی بینائن اگزرشنال هدک ها مفید هستش. اما نشنال هدک فاندیشن توصیه کرده که معمولا اینو به خاطر اینکه پروپرانول که میدیم چون هارت ریت قلب رو کم میکنه، اینا میتونن پرفورمنس اون ورزشکار رو کم کنه، برای معمولا از پروپرانول تو ورزشکار استفاده نمیکنیم. چه کار کنیم؟ آیا میتونیم بچه رو از فعالیت ورزشی محروم کنیم؟ نه، تنها کار اینه که یه پروفیلاکسی بهش بدیم یا یک درمانی قبل ورزش بهشون بدیم و اون هشدارها و توصیه های پیشگیرانه رو که برای میگرن هم معمولا میکنیم اینجا استفاده میکنیم. اینکه توی هوای گرم یا یه ارتفاع بالا ورزش نکنن، آب و مایعات فراوون استفاده کنن، خب انساید استفاده کنن قبل ورزش، و وقتی که سردرد شروع شد مثل میگرن درمان بشه. و خب اگه که خیلی تکراری و شدیدم بود که خدمتتون گفتم که باید درمان پروفیلاکسی شروع بشه. یه سردرد دیگه که باز وابسته به ایندومتاسین هست آیس پیک هدک یا استابینگ هدک است. سردردهای یخشکن یا تیشه‌ای خنجری هم بهش میگن. یه سردرد شدید و نیزه‌ای و خیلی شدید هست که خیلی کوتاه، کمتر از 3 ثانیه ممکنه طول بکشه. استابینگ هدک ها رو ما باید حواسمون باشه، میتونه اولیه باشه میتونه ثانویه باشه، ولی مثل همه سردردها اول ما باید موارد ثانویه رو رد کنیم و مطمئن بشیم که مسئله دیگه‌ای نیست، بعد بریم سراغ تشخیص اولیه. اگر که تا حالا
اولین سردردش بود یا اینکه سردردی بود که تا الان این اتفاق براش میافتاد و بررسی نشه، حتما باید بررسی بشه. و همونجور که آقای دکتر محولاتی هم گفتن، این سردرد میتونه با خیلی از سردردهای دیگه اشتباه بشه که خب توضیحش آقای دکتر دادن با سانگ سونا. و یک علت دیگه توی کرانیال نوراژیا ها ما میتونیم این سردرد رو ببینیم که سردرد کوتاه، به خصوص حالا به دنبال زونا یا ترنجمینا نوراژیا میتونیم داشته باشیم، یا قبل از برز پارسی هم میتونیم این سردرد رو داشته باشیم. پس باید حواسمون باشه اول موارد ثانویه رد بشه. پس گفتیم که خیلی کوتاه هستن، کمتر از 3 ثانیه، خیلی کم تو روز اتفاق میفته ولی میتونه تکرار بشه. و این سردرد اگر که بخواد پرایمری باشه معمولا از یه طرف به سمت دیگه حرکت میکنه، اما اگر که ببینیم که این سردردهای نیزه‌ای خیلی توی هر دفعه که تکرار میشه توی یه محل تکرار میشه، حتما باید ما بررسی کنیم از نظر آسیب عصبی و تغییرات ساختمانی. و باز این نوع سردرد هم میتونه تو میگرن بیشتر دیده بشه و معمولا چون کوتاه درمان نمیخواد، مگر اینکه خیلی حالا فرکانسش بیشتر بشه یا بیمار اذیت باشه که ملاتونین یا ایندومتاسین استفاده بشه. خب کرونیک پاراکسیسمال همیکرانیال که آقای دکتر محولاتی توضیح دادن، من دیگه خیلی توضیح نمیدم، ولی خب مثل همون کلاستر هدک هست، مدتش کمتر با علائم اتونوم و شدتش کمتر از کلاستر هدک است، اینا به ایندومتاسین جواب میدن. همیکرانیا کانتینوا باز توضیح دادن آقای دکتر، اینها هم به ایندومتاسین جواب میدن. اینها سردردهایی بود که کلا پاسخ ایندومتاسین میدن. اما گروه دومی که ما توضیح میدیم راجع به کرونیک لو گرید نان پروگرسیو هدک ها هستن، یعنی سردردهایی که روزانه تکرار میشن، معمولا اکثر روزهای ماه رو بیشتر از 15 روز و غیر پیشرونده هستن، میتونن دائم باشن یا اینترمیتنت باشن این سردردها در طی روز. و اینا یا میتونه توی بچه‌ای که قبلا میگرن داشته و بعد کم کم فرکانس میگرنش اضافه شده اتفاق بیفته، و یا اینکه خودش بعدها میتونه تبدیل به میگرن بشه. و اینکه این باید حالا این علت متفاوتی داره، یعنی مولتی فاکتوریال هست علتش. معمولا بچه هایی که این نوع سردرد رو دارن سیک نیستن، بیمار نیستن، مگر این که حمله میگرنی روی این سردرد سوپر ایمپوز بشه که اون موقع باید، یعنی ممکنه که بیمار از نظر ظاهری هم علائم بالینی سردرد رو داشته باشه. خب علل مولتی فاکتوریالی که باعث این نوع سردرد میشن، یکی مصرف روزانه و مداوم آنالژزیک هست. شما میدونید توی میگرن حالا ما میگیم که باید یه سری درمانهایی انجام بشه و آنالژزیک به خصوص درمان اولیه هستش. اگر که این فرکانسش بیشتر بشه، بیشتر از 2-3 بار در هفته یا 10 بار در ماه ما آنالژزیک مصرف کنیم، این خودش میتونه باعث سردرد بشه. اگر که کافئین استفاده میشه، این خودش باعث سردرد میشه. استرس‌های محیطی، بچه‌ای که میبینیم که با مدرسه رفتن سردرداش اضافه میشه و روزانه میشه. اگر که دپرس مود داشته باشه، میدونیم تو این شرایط کرونا که خب الان همه بیشتر خونه هستند و اینها چون نمیتونن اون مکانیزمای تطابقی رو به کار ببرن، خیلی وقتا با سردرد مراجعه میکنن و خب علت سایکولوژیک هم میتونه داشته باشه. پس حتما تو موارد کرونیک نان پروگرسیو ما باید مسائل سایکولوژیک رو مد نظر داشته باشیم. حالا بخوام آنالژزیک ریباند هدک رو بگیم که خدمتتون گفتم که شاید یک از شایع‌ترین علت‌های کرونیک هدک باشه. حتما ما باید بپرسیم که چه مقدار مسکن استفاده می‌کنه موقع سردردش، و معمولا این سردرد کم کم جنرالیزه میشه، شدتش کم و مبهم هستش. از فعالیت‌های روزانه بچه رو کودک رو باز نمی‌داره، و اینکه فعالیت هم باعث تشدیدش نمیشه، یعنی یک معیار تشدید کننده سردرد نیستش تو این نوع سردرد. و تشخیصش خب همون استفاده بیش از حد مسکن ها هستش که گفتم خدمتتون، دو بار یا بیشتر توی هفته بخوایم چه آنالژزیک ها، چه تریپتان ها و چه نارکوتیک ها رو استفاده کنیم. منیجمنتش هم که باید حتما اون دارو قطع بشه، کافئین باز هم به خاطر اون اثر پوشاننده که با این داره باید حذف بشه. و گفته میشه تو این دوره‌ای که بخواد این دارو حذف بشه، بهتره که آمیتریپتیلین به صورت موقع خواب داده بشه به بچه نیم تا 1 میلی پیکج، حالا تا 50 میلی، که این فاز انتقال به
سردردی که آنالجزیک فری استیت بشه ما بتونیم داشته باشیم و بیمار بتونه بدون سردرد بشه. خب اوایلش خیلی سخته، ما ممکنه که یک تقابلی داشته باشه خانواده که میخواد استفاده کنه آنالجزیک و به خاطر همین ممکنه که ما لازم باشه آمیتریپتیلین رو بدیم و بعد تو هفته اول باید ما یک دفترچه بچه ها داشته باشن، هفته ها و ماه های اول البته، که یادداشت کنن فرکانس سردرد، مدت سردرد رو که ببینیم که بهتر میشن یا نمیشن. و گفته شده باز اگر که میگرن، حمله میگرن بین این سردردها اتفاق بیفته، دیگه اونجا ما با مسکن ساکت نمی کنیم، اونجا داروهایی رو استفاده می کنیم که اثر ریبان نداشته باشن، پرومتازین، پرکربازین و دیهیدروارگوتامین میتونه جزء درمان هامون باشه. و این که میدونیم که باز اکثر داروهای دیگه هم ممکنه که سردرد داشته باشن، حواسمون به داروهای دیگه که بیمار استفاده میکنه هم باشه. کافئین هدک باز یه جور ادیکشن هستش به کافئین. خب میدونیم کافئین خیلی وقتا میتونه اول سردرد رو خوب کنه به ظاهر، ولی بعد کم کم وقتی که استفاده میشه، هم خود کافئین هم باز یه مقدار که استفاده شه، ویدراول کافئین هم میتونه سردرد بده. خب کافئین تو خیلی از نوشیدنی های معروف و مهم هستن و اکثر نوشیدنی های کربنادار، یعنی صرفا توی قهوه و چای و کلا اونه که رنگش قهوه‌ای هستش نیستش و سردردهاشون هم به خاطر همین ادیکشن به کافئین هستش معمولا. اگر که خود مصرف کافئین بخواد سردرد بده، خب یکی دو ساعت بعد از استفادهش معمولا یک درد مبهمی تو فرونتوتمپورال میده، ولی اگر که ویدراول سردرد باشه یه درد شدید و نبضدار همراه با خستگی، استراب، یعنی کاملا علائم ویدراول میتونه داشته باشه. و توی میگرن اگر که بخوایم ما درمانو مد نظر داشته باشیم، یکی از درمان‌های اصلیشون همین قطع کافئین هستش. از نظر تشخیصی ما خب باید قاعدتا این ارتباطش، یعنی مصرف روزانه کافئینی که بپرسیم، میتونیم ارتباط بدیم و قطع اینها. و باز مثل آنالجزیک ریباند هده که آمیتریپتیلین میتونه تو مدتی که بخوایم این سیکلو بشکنیم کمک کننده باشه. خب مورد دیگه که کرونیک نان پروگرسیو هدک میده، استرس، دپرشن و سایکوجنیک هدک ها هستن. ما توی اینا رو توی گفتم خدمتتون که میگرن میبینیم، ولی باید حواسمون باشه که خیلی وقتها توی سردردها از نظر مسائل عصبی، دپرشن، مسائل خانوادگی سوال کنیم از بچه. معمولا شدتش مایل تا مودریت هستش و میتونه، حالا سوالی که بکنیم، معمولا درد توی جاهای دیگه هم هست، یعنی صرفا سردرد نمیتونن داشته باشن. از نظر بالینی وقتی که ما خب هین حمله سردرد، یه تغییرات معمولا یه تغییرات اتونومی میتونه داشته، یه تاکیکاردی، فشار خون و توی یه در هین حمله شدید میتونیم ببینیم، ولی توی اینا در هین حمله شدیدی که ذکر میکنن معاینه عصبی نرمال هستش و این تاریخچه استرس های محیطی رو هم میدن. و این شدت سردرد با اون استرس معمولا نمیخونه، یعنی میبینید که بچه دوست نداره بره مدرسه و یا به خاطر که ارتباطش با دوستاش خوب نیست، ولی از اون طرف خیلی شکایت از سردردهای خیلی شدید میکنه، در حالی که ما هیچی نمیبینیم و ظاهر بچه یه ظاهر خوشحالی هستش. و اینا تست تشخیصی نداره و فقط باید از نظر بالینی ما متوجه بشیم و معمولا اینجا دیگه باید از روانپزشک کمک بگیریم، از مشاور کمک بگیریم. اینجا یه سری داروهای روانپزشکی میتونه به کودک کمک کنه. خب پست تروماتیک هدک ها میتونن یک، بعد از هر ضربه ای میتونه سردرد ایجاد بشه، اونم به خاطر حالا ضربه ای که به گردن میخوره. خب اولا که بعد از نظره دیگه بررسی بشه، ولی بعد به خاطر انقباض عضلانی میتونن سردرد داشته باشن. سردردش منتشر هستش و کوبنده هستش، میتونه بدتر بشه با سرفه حدسه و مانور والسابو اینها، که اینا اول باید از نظر مسائل دیگه بررسی کنیم، مطمئن بشیم، یعنی ایمیجینگمون نرمال باشه و بعد ما درمان کنیم. البته داروهایی که خیلی وقتا اینها به خاطر که مسکنایی که زیاد استفاده میکنن، میتونه باز اینجا هم اصل آنالجزیک ریباند باشه، یعنی ما باید بپرسیم ازشون و منیجمنتشون هم مثل درمان
آنالژزیک ریباند هدیک هست. خب اما من پس آخری که میخوام خدمتتون بگم سردردهایی هستش که در مورد دارو و غذا هستن. خب اکثر داروهای روانپزشکی، اکثر آنالژزیک‌ها، داروهای قلبی میتونن سردرد داشته باشن. مصرف کوکائین میتونه باعث سردرد بشه و خیلی از داروهای دیگه که استفاده میشه که ما باید خیلی وقتا عوارض جانبی داروها رو ببینیم، به خصوص مثلا حالا توی بیماری روانپزشکی مصرف پردنیسولون اینها میتونه سردرد بده و این سردرد میتونه اکثرا به صورت اینترمیتنت هستش و اگر مداومتر استفاده بشه میتونه روزانه بشه. خب از موادی که به غذاها اضافه میشه، افزودنی ها، دو تا چیزی که خیلی مهمه، یکی نیتریت ها هستن، یکی مونوسدیم گلوتامات. خب نیتریت که توی غذاهای فرآوری شده اکثرا دیده میشه، سوسیس، کالباس، بیکن و مواد دیگه، یه درد دیفیوز و نبضدار هستش و بعد از معمولا مصرف غذا دیده میشه. مونوسدیم گلوتامات خب اخیرا استفاده میشه، حتی گفته شده تو غذاهای رستوران ها به عنوان توی سوپ و بقیه غذاها هم استفاده میشه و این درد علاوه بر اینکه یه درد نبضدار دو طرفه سردرد بایتمپورال میده، ولی میتونه حتی یه گرفتگی توی صورت و یه سوزشی تو کل بدنم احساس بشه. معمولا 20 دقیقه بعد از مصرف مونوسدیم گلوتامات این اتفاق میفته و تشخیصش باز این ارتباط بین اون غذا و این سردرد مشخص هستش. از نظر منیجمنتش هم خب معمولا اجتناب و پرهیز از مصرف این غذاها، هرچند که آسون نیست ولی بهتره که از لیست غذاهای کودک حذف بشه. و یه دوره دیگه ماریجوانا هستش که بازم این وازودیلاتور محیطی هستش که میتونه باعث سردرد بشه. خب و یه سردردهای مزمنی توی کودک ها میتونه بده و ما حتما توی بچه ها به خصوص توی نوجوان ها باید سابقه مصرف یه سری موادی که جدیدن حالا مد شده و استفاده میشه بپرسیم. خیلی ممنون، با تشکر از همه. بعدی رو مجدداً سلام عرض میکنم خدمتتون. این مبحث مبحث سردردهای ارگانیک هستش که به خاطر اینکه آقای دکتر ناصحی نتونستن تشریف بیارن، من خدمتتون این مبحث رو ادامه میدم. سردردهای ثانویه و ارگانیک، خب باز ما میدونیم که توی سردردها به خصوص سردردهای ارگانیک، اصلا کلن توی سردردها باید حتما ما مسائل ثانویه رو رد کنیم، یعنی اول مسائل ارگانیک رد بشه مثل همه بیماری دیگه و بعد ما تشخیص اولیه بذاریم، چون خیلی مهمه که این سردردها زود تشخیص بدن. خیلی هاشون تهدید کننده حیاتن و خیلی هاشون هم وابسته به زمان هست درمانشون. از نظر علائم، حالا تشخیص ها، تومورها، عفونت ها، افزایش فشار خون، بیماری که مال خود بافت مغز هستند، گوش، چشم، بینی و سیستم های انعقاد خون، اینها میتونن باعث این سردرد بشن و به نسبت سردردهای اولیه خب خیلی شایع‌تر، خیلی نادرتر هستش در بچه ها. اولین قسمتش که باید ما حواسمون باشه مهمتر از همه، increase intracranial hypertension هستش، افزایش فشار مغز هستش که من عذرخواهی میکنم اینجا هرنیشن نوشته شده، به اشتباه تایپ شده کردم. و این سردردها، ما وقتی که یه بچه میاد که با یه سردرد به صورت اولیه میاد و این سردرد از نظر بالینی سردردی هستش که به تدریج کرونیک هست و کم کم پیشرونده بوده، باید حتما حواسمون به این قضیه باشه. همینجور که سردرد اضافه میشه ممکنه علائم دیگه ای هم به سردرد اضافه بشه، یعنی دیپلوپی و استرابیس به خاطر فلج عصب شیش. و اگر تو معاینه ما نگاه کنیم میبینیم که یک ادم دیسک اپتیک دارن. سردردهای اینها معمولا صبحگاهی هستش، وقتی که بلند میشه بچه و فعالیت میکنه این سردرد کم 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 میشه، استفراغی که میکنه صبحگاهی هستش. پس باید حواسمون باشه، یعنی میگرن ممکن از صبح شروع بشه ولی به تدریج تا از کم کم کمتر میشه، بیشتر میشه، ولی در سردردی که به خاطر افزایش فشار مغز هست این سردرد اول شدید هستش و بعد به تدریج کمتر میشه. خب علت سردرد میتونه به خاطر اون فشاری که روی شریان‌های داخل مغزی هستش اتفاق بیفته.
باز ما میدونیم که سردردهایی که به خاطر افزایش فشار مغز به صورت سوپراتنتوریال باشه معمولا سردرداش ریفرال به سمت جلو مغز هست، یعنی از چشم فورهد هستش، و اگر که سردرد پشت سر باشه، اوکسیپوت یا گردن باشه، معمولا شک به این مسئله برمی‌انگیزه که سردرد اینفراتنتوریال هست و قسمت مغزه هست. خب اگر که یه سردرد جنرالیزه داشته باشیم، خب ما یه افزایش آی سی پی در کل مغز میتونیم داشته باشیم که اونم به خاطر میتونه انسداد حالا سیستم وریدی و سیستم بطنی باشه و یا ادم کل مغز باشه. دردش مداوم هستش و شدتش متغیر میتونه باشه. سرفه، عدسه، زور زدن، مانور والساوا و بقیه موارد میتونه باعث تشدید سردرد بشه. و استفراغ هم که خدمتتون گفتم که باز میتونه جز علائم باشه، به خصوص استفراغ صبحگاهی، استفراغی که بدون تهوع هستش. از سردرد به خاطر افزایش فشار مغز که بگذاریم، سردرد و بیماری سیستمیک، خب ما خیلی از بیماری سیستمیک تظاهرش سردرد هستش. یکی از بیماری سیستمیک و کلا بیماری روماتولوژیک اکثرا میتونن باعث سردرد بشن. تو بزرگ خب آرتریت تمپورال خیلی شایع هستش، ولی تو اطفال تقریبا دیده نمیشه. ولی اگرم که ما یک واسکولیت مغزی ببینیم، معمولا در بیماری های اوتو ایمیون یا عفونت سیستم عصبی میتونه دیده بشه. خب از بیماری بافت همبند، اون چیزی که شایع هستش توی بچه ها باز به نسبت در بیماری روماتولوژیک اسلی هستش، لوپوس و میکس کانکتیو تیشو دیزیز. خب اسلی رو که توی میتونه حتی خیلی وقتا اولین علامتشون سردرد باشه، پس سردرد توی دختر بچه رو باز ما باید حواسمون بهشون باشه. یه آنای مثبت داشته باشن با علائم بالینی میتونه تشخیص بدیم، و یا آنای مثبت اگه باشه ولی علائم بالینی ما نبینیم و فقط سردرد داشته باشه، میشه گفت، البته خیلی دقیق نه، ولی میشه گفتش که اینا از نظر ژنتیکی مستعد بیماری اوتوایمون هستن. درمان خب میدونید بیماری لوپوس هم که معمولا کورتیکوستروید هست، خیلی وقت توی این بیماری روماتولوژیک یکی از علتهای سردرد همین مصرف کورتیکوستروید هستش که به صورت افزایش آی سی پی به صورت ایدیوپاتیک میده، یا همون سودو تومور سربری که میگیم، و این دلیل میشه که اگه سردردی داشته باشه ما دارو رو اضافه کنیم و اینجا هم درمانهای سیمتوماتیک مثل بقیه سردردها انجام میدیم. یه مسئله دیگه که تو بچه‌ها خیلی باید حواسمون باشه هایپرتنشن هستش، یعنی توی سردردها ما دو نکته رو پس باید اینجا مواظب باشیم، یکی تایی چشم بچه‌ها رو سعی کنیم ببینیم و یکی فشار خونشون حتما چک بشه. خب اگه خیلی شدید و حاد یه دفعه فشار خون باید بره بالا شک به فوکرموسایتوم داریم، و اگر به صورت مزمن باشه که معمولا سردردهام سردردهای اوکسیپیتال هست، وقتی از خواب بلند میشن شاید یه مقدار پس مثل علائم افزایش آی سی پی خودشو نشون میده، ولی بعد که بلند میشن و فعالیت شروع میشه میتونه فرونتال باشه و به صورت نبض دار. ولی اکثر بیماریهای بچه‌ها، اکثر هایپرتنشن های مزمن میتونن آسیمپتوماتیک باشن. اگر که سردرد در بیماری کلیوی دیده بشه که باز این هم شایع هست، شاید کسی که تو بیمارستان کار میشتر باهاش برخورد میکنن، میتونه چند علت داشته باشه. بیماری کلیوی خودش از نظر مسائل استرسی و سایکولوژی کودک میتونه مشکل داشته باشه، سردرد به خاطر این باشه. یکی خب خود این دیالیز و بیماری کلیوی میتونه میگرن رو تشدید کنه، و بعد خود دیالیز، اگر بچه که دیالیز بشه، خود دیالیز هم به خاطر چند ساعت بعد از دیالیز میتونه باعث سردردی بشه که بایفرونتال به صورت نبضدار دیده میشه، خیلی میتونه با تهوع استفراغ هم همراه بشه. خب سردردهایی که به دنبال واسکولیت هایپرسنسیتیویتی دیده میشه، باز این یه سری بیماری سرم سیکنس، هنوکشن لاین، ابیوز بعضی داروها، آمفتامین و کوکائین هستش که باز تو اینها هم سردرد دیده میشه، و باز تاکید میکنم که حتما توی نوجوانا مصرف مواد رو بپرسید. و یه مسئله دیگه سردردی هستش که اصلا منشأ اینتراکرانیال نداره، اکستراکرانیال و اطراف سر هستن. یکی از اونها آیسترین هستش، یعنی بچه‌ای که به خصوص الان ما قبلا میگفتن بچه‌ای که نقاشی زیاد میکشن، ولی الان بچه‌ای که با موبایل استفاده میکنن، لپتاپ و مسائلی که بالاخره مدرسه‌شون خیلی باعث میشه که خیلی بخوان از نزدیک تطابق کنن، این گرفتگی عضله که اتفاق میفته میتونه باعث سردرد بشه، و درمانش اینه که فقط یک استراحت کنن، چشماشون رو ببندن
و این سردرد معمولا برطرف میشه. معمولا اون اختلالات و عیوب انکساری نمیتونه باعث سردرد بشه. خیلی وقت میبینیم بچه‌هایی که به ما ریفر میشن عینک گرفتن ولی سردردشون ادامه دار میشه و مراجعه میکنن به ما. پس درمان این قسمت اینه که یه استراحت کوچیک بین یه استراحتی بین این استفاده از مسائلی که باعث دید نزدیک میشه و کانترکشن عضلات چشم میشه محدود بشه. یه چیز دیگه که ما شاید خیلی شایع‌تر از همه میبینیم و برخورد میکنیم سینوزیت هستش. سینوزیت ما باید حواسمون باشه. خیلی از این کسایی که میگرن هیستوری میدن میگرن دارن هیستوری سینوزیت رو میدن. یعنی ازشون میپرسی خیلی ها اجتناب میکنن از اینکه بگن میگرن داریم. بعد ازشون بپرسیم خیلی وقت توی میگرن به خاطر اون وازودایلیتیشن عروقی که اتفاق میفته میتونه مخاط بینی متورم بشه و علائم شبیه سینوزیت داده بشه. پس ما همه این موارد رو نباید بگیم سینوزیته. چی ما شک میکنیم که سینوزیت باشه؟ خب کودک معمولا در حینی که سینوزیت داره بیمار هست، تبدار هست، یک نازال دیسچارج چرکی داره و یه تندرنسی معمولا روی این سینوسی که درگیر هست داره. حالا میتونه فرونتال باشه، میتونه ماگزیلار باشه، یا اینکه اگه اتمید اسفنوئید باشه یک دردی پشت بینی و یا دندونای فوقانی میتونه دیده بشه. تشخیصش هم که خب بیشتر بالینی هست ولی در جایی که ما شک داریم میتونیم حالا یه ایمیجینگ هم انجام بدیم. و از نظر منیجمنت هم خب به هر حال درمان سینوزیت رو همه ما میدونیم از دکنجستان آنتی بیوتیک، ولی اگر که دریناژ چرکی دیده نمیشه آنتی بیوتیک گفته شده که خیلی کمک نمیکنه. باز علت دیگه سردردهای ارگانیک میتونه تمپورومندیبولار جون سیندروم باشه. یعنی باز ما باید تو معاینه‌مون مفصل تمپورومندیبولار رو معاینه کنیم. خیلی وقتا به خاطر یه درد دندونی که یه طرف هست از اون طرف دیگه زیاد استفاده میشه و عضلات انقباض پیدا میکنه، یه التهابی در مفصل ایجاد میشه. تو بچه‌ها خیلی نادره ولی حدود سن 8 سالگی میتونیم داشته باشیم. گفته شده که تا تشخیص این بیماری معمولا 5 سال و یه متوسط 2 سال طول میکشه که این تشخیص داده بشه. یه التهاب اون مفصل هستش که شاید با ایمیجینگ دیده بشه، کریپیتوس تو محل در معاینه دیده میشه. و باز توی بچه‌ها به خصوص حالا بچه‌هایی که بروکسیس دارن یا یه اختلال دندونی دارن، مالوکلوژن دندونی دارن، میتونه این آرتریت تمپورومندیبولار دیده بشه. خب از نظر درمانی هم که تشخیصی که خب گفتم که حالا ایمیجینگ میشه کمک کننده هستش و از نظر درمانی درمانش خیلی اثبات شده نیستش. خیلی وقتا دیدن که پلاسبو هم میتونه کمک کنه، ولی از نظری که یه خود محل رو گرم کنیم و یک از مواد انسید و اینا استفاده کنیم برای این درد میتونه اینم کمک کننده براش باشه. خب باز اینو دفعه قبلم تکرار کردم، اینجا هم هستش. صدمات به خاطر صدمات گردنی در تصادفات هستش که معمولا تا 3 ماه ممکنه طول بکشه. تهوع استفراغ اینا معمولا ندارن. حتما ایمیجینگ اول میکنیم، از نظر مسائل دیگه اینا رو باید رد کنیم و بعدش بگیم که به صورت اولیه حالا فقط به خاطر درد عضلانی هستش و مصرف آنالجزیک. درداشو میتونه تیر کشنده باشه و حتی به پشت و دست هم تیر بکشه. و اینکه اینجا هم خب چیزایی که کمک میکنه ماسه ریلکسانت ها، یه آنالژزیکی که نارکوتیک نباشه و یه حالا گرم کردن محل هم میتونه کمک کننده باشه. و بعد از 3 ماه اگر اتفاق بیفته اون مسئله آنالژزیک ریبان تندرنس رو هم باید حواسمون باشه که نکنه مسکن زیاد استفاده کرده. سیجر هدک ها، خب ما فقط همین رو بدونیم که سردرد چه قبل سیجر، چه حین سیجر و چه بعد سیجر ممکنه دیده بشه. به صورت پرودروم سیجر ما میتونیم سردرد داشته باشیم. بعضی تشنج ها میتونن سیجر خودشون رو با سیجر پرزنت کنن، حالا و بقیه علائم مثل بیناین اوکسیپیتال لوب اپیلپسی ها و پستیکتال به خصوص تو مواردی که تشنج جنازه تونیک کلونیک داریم ما میتونیم سیجر رو ببینیم، سردرد رو ببینیم. خب اینم درمانش که اینجوری نیستش که ما بخوایم از نظر تشخیصی هر بچه که سردرد مزمن داره ای جی بگیریم، ولی در این حال در مواردی که ما مشکوک میشیم وقتی که در حین سردرد میتونیم امواج اپیلپسی فرم رو ببینیم. خب درمانش هم از نظر پاسخ به درمان شاید درمان های آنتی کانوالزان میتونه هم تشخیصی باشه هم درمانی وقتی که استفاده میکنه. و مبحث آخر که شاید توی برای متخصصایی که
بیمارستان کار میکنن خیلی دیده بشه براشون و کاربردی باشه، وقتی هستش که خب الپی میشه و بعد الپی سردرد میشه. این رو هم باید حواسمون باشه که میتونه اتفاق بیفته به خاطر نشت سی‌اس‌افی که از اون محل دیده میشه. بعد از یه سری عملای جراحی اعصاب هم باز به هر حال اون نشت ممکنه دیده بشه و به خاطر کاهش فشار مغز هم میتونیم سردرد داشته باشیم. خب این درمانش بیشتر به صورت اینه که بچه به حالت سوپاین دراز بکشه بعد الپی و باز موقعی که سردرد داره، و از درمانهای دیگرش هم هیدریشن آیوی بهشون بدیم، کافئین استفاده کنیم به مدت 48 تا 72 ساعت و خیلی به ندرت ممکنه که نیاز به خصوص در مورد که جراحی اعصاب شدن نیاز به عملهای جراحی هم داشته باشن. خسته نباشید، ممنونم از صبر و حوصله‌تون. خیلی خیلی تشکر میکنم از استاد خسرو، از استاد خیاط‌زاده عزیز. مبحث سردردهای متفرقه و سردردهای ارگانیک رو با ایشون داشتیم. توی قسمت بعدی برنامه در خدمت استاد ناهید خسروشاهی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان هستیم با عنوان ارزیابی کودک دچار سردرد. در مورد اینکه اسلاید ها ریز هست سوال پرسیده بودین، قسمت پایین هر اسلایدی شما یک علامتی میبینین که برای پینچ کردن تصویر میتونین از اون استفاده بکنین و اسلاید ها بزرگ نمایی میشن. سوال دیگه اینکه آیا در واقع عرضم به خدمتتون سایت هم اسلاید ها بارگذاری میشن؟ بله، اسلاید ها و همینطور فیلم برگزاری جلسه در انتهای روز توی سایت در قسمت ساینتیفیک پروگرام در همون قسمتی که عنوان پنل رو شما مشاهده میکنید بارگذاری خواهند شد و میتونید برای در واقع مرور مطالب و انجام آزمون که تا 48 ساعت پس از اتمام پنل و اون در واقع زمان دارین که اون رو انجام بدین ازش استفاده بکنید. در خدمت استاد خسرو شاهی عزیز هستیم، بفرمایید استاد. عزیزان سوال پرسیده بودین که بارگذاری فیلم و اسلاید تا چه زمانی در دسترس هست؟ انشاءالله تا پایان روز توی سایت بارگذاری میشه. در صورتی که احساس میکنید صدای سخنران ضعیف هست یا صدای من ضعیف هست، لطف بفرمایید هم اتصالات اینترنت خودتون رو بررسی بکنید و هم صدای دستگاهتون رو بیشتر بکنید، چون توی سالن با چند دستگاه صداها چک میشن و مشکلی توی در واقع صدا و مشکلی از طرف ما وجود نداره. با تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. صدا خوبه دیگه انشالله. به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر، خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز، خسته نباشید خدمت همکارانی که اینجا مسئولیت اداره برنامه رو به عهده دارن. من دکتر خسروشاهی هستم، نورولوژیست اطفال از دانشگاه تهران، بیمارستان بهرامی. مبحثی رو که خدمتتون هستم در رابطه با ارزیابی بیماری است که با سردرد به ما مراجعه کرد. از صبح امروز ما یک کلیاتی رو در رابطه با سردرد شنیدیم. ما تقسیم بندی سردرد، انواع سردرد، میگرن رو، تنشن هدک رو، انواع آنکلاسیفاید هدک ها رو شنیدیم و حالا میخواییم ببینیم بعد از مواجهه با همچین بیماری که با سردرد به ما مراجعه کرده چه باید بکنیم. دونستن این که باید چه کار بکنیم و چه پاراکلینیکی رو انتخاب بکنیم، چه اقدام تشخیصی رو انجام بدیم، هم برای بیمار مهمه،
از نظر رسیدن به تشخیص، درمان مناسب و هم مهم از جهت اینکه اقدامات نابجا، اضافی، هزینه بر رو انجام ندیم. بنابراین طبق روال همیشگی که در طب اطفال بسیار مورد تاکید قرار گرفته و در نورولوژی خیلی بیشتر از اون، باید تمام دقت و حواسمون رو بدیم به دو تا آیتم مهم و اون هیستوری و شرح حال بیمار و معاینه بالینی هستش. این دو تا آیتم به قدر مهم هستش که اگر در کتاب اسنشیل دقت بفرمایید، در قسمت ورکاپ سردرد این جمله رو اولین جمله که ذکر کرده: Any finding in history and physical exam suggestive of rise ICP should be imaging. پس باید تمام دقت ما در گرفتن شرحال، در انجام معاینه بالینی سیستمیک و نورولوژیک باشه تا با کمک گرفتن از این دو قسمت بتونیم پلن تشخیصی خودمون و به تبع اون درمانی خودمون رو مشخص بکنیم. خب حالا در هیستوری و در معاینه بالینی به چه چیزهایی باید دقت بکنیم؟ یه سری ویژگی هایی در خود سردرد، یک سری یافته هایی در فامیلی هیستوری، در شرح حال بیمار وجود داره که ما رو به طرف خطر یا به طرف تشخیص سکندری هدک میبره. سکندری هدک ها اونهایی هستن که در واقع لزوم انجام ورکاپ رو ایجاب میکنن بسته به نوعش. از ویژگی های سردرد که لازم هست به اون دقت بکنیم و حتما در سوالاتی که از بیمار میپرسیم به اونها باید توجه بکنیم، یک ویژگی های خود سردرده. آیا سردرد بیمار رو از خواب بیدار میکنه و به طور مداوم همیشه بعد از بیدار شدن از خواب هستش؟ به عبارتی سردرد صبحگاهی که موقع بیدار شدن از خوابه یا سردردی که بیمار رو از خواب بیدار بکنه جز سردردهایی است که دلیل بر آی سی پی بالاست، دلیل بر کانجنسن و احتقان عروقی است که در شب هنگام اتفاق میفته و با بیدار شدن بیمار این سردرد در طول روز بهتر میشه که ممکنه همراهی با استفراغ هم داشته باشه. ویژگی دومی که مهم هستش اینه که آیا ما در معاینه بیمارمون یافته‌ای داریم که کمک میکنه به اینکه آی سی پی بالا هست یا نه. اون چی که در اینجا به ما میتونه کمک بکنه یافته عصبی غیر طبیعیه، یه ابنورمال نوروژیک اگزامینیشن که میتونه شامل داشتن ادم پاپی باشه، آتاکسی باشه، تغییر وضعیت هوشیاری در بیمار باشه و بیماری که استفراغ‌های مقاوم داره و ما توجیهی برای اون نداریم. پرزیستنت وومیتینگ همیشه ما رو باید نگران بکنه. استفراغ میتونه منشأ گوارشی داشته باشه، میتونه منشأ آی سی پی بالا داشته باشه، میتونه علل دیگه‌ای داشته باشه، ولی همیشه در استفراغی که تداوم پیدا میکنه و براش علتی نداریم باید نگران باشیم. از ویژگی‌های دیگه سردرد، آیا سردرد بیمار ما با مانور والسالوا و رفتارهایی که منجر به مانور والسالوا میشه تشدید پیدا میکنه یا نه، مثل سرفه کردن، مثل فعالیت فیزیکی، خم شدن، مریض میگه مثلا وقتی نماز میخونم به سجده میرم سردردم بدتر میشه، ادرار کردن، مدفوع کردن، تمام اینها مواردیه که دلیل بر آی سی پی بالاست و باید ما رو از نظر علل ثانویه نگران بکنه. از ویژگی های دیگه سردرد محل سردرده. اگه دقت بفرمایید تو این اسلاید، یکی از سوالایی که ما از بیمارمون میپرسیم اینه که کجای سرت درد میکنه. آیا این سوال بار تشخیصی داره؟ آیا میتونه به ما کمک کنه یا نه؟ تو این اسلاید اگه دقت بفرمایید محل های مختلفی رو که ممکنه در جریان سردرد دچار محل سردرد رو به ما نشون میده که این محل
اشارم به اینه که در مورد اکسیپیتال هدکا باید ما رو یه ذره نگران بکنه. از اونجایی که اکثر تومورهای مغزی در بچه‌ها در ناحیه فوس خلفی هستش و معمولا دردهای ناشی از مثل گردن، مثل آرتروز و اینها در بچه‌ها کمتر هستش، هر دردی که در ناحیه گردن باشه و در ناحیه اکسیپیتال باشه و سردردی که انتشار به این قسمت ها داشته باشه ما رو باید نگران بکنه. مثلا سردردهای آلرژیک معمولا در اطراف در ناحیه سینوس ها، سینوس ماگزیلاری، اتموئید، ناحیه پیشانی و اینها هستش، یه حالت باترفلای داره. کلاستر هدک رو آقای دکتر محولاتی اشاره فرمودن، معمولا یک طرفه در ناحیه چشم. میگرن معمولا در یک طرف چشم و تقریبا همیکرانیال رو ممکنه گرفتار بکنه. تمپورال هدک که میتونه خودش تظاهری از محل درگیری در میگرن باشه، و تنشن هدک ها که معمولا بند شیپ هستن و یه توپوگرافی خاص خودشون دارن. پس از نظر ویژگی های سردرد، سردرد ناحیه اکسیپیتال جز علائم نگران کننده و خطر در بچه ها هستش. بیماری که اولین و بدترین سردرد خودش رو تجربه میکنه، بچه‌ای که هیچ مشکلی نداشته دچار یه سردرد حاد میشه. سردردهای اولیه معمولا در بچه‌ها اگر مخصوصا همراه با تب و علائم سیستمیک باشن خیلی به نفع عفونت‌های سیستمیکه، عفونت‌های ویروسی، باکتریال. خیلی در جریان یه بیماری سیستمیک ما ممکنه یه سردرد غیر اختصاصی داشته باشیم. بس بنابراین در هر بچه که با اولین سردرد مراجعه میکنه حتما به علائم سیستمیک بچه دقت بفرمایین و بدترین سردردی که بیمار تجربه میکنه. و اون بدترین سردرد معمولا سابارکنویت موریچا هستن که معمولا یه خونریزی در قسمت سابارکنوید اتفاق میفته و این خونریزی منجر به یک درد بسیار شدید به صورت حاد و سردرد بسیار سیویر و جدی خودش رو نشون میده. پس این سردرد هم باید مورد توجه قرار بگیره از نظر ورکاپ. از اندیکاسیون های دیگه که باید در معاینه و شرح حال دقت بکنیم سن بیماره. اگر تنها شکایت بیماری در سن زیر 6 سال یعنی فقط هدک باشه باید ما رو نگران بکنه. این رنج سنی تقریبا در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده. قبلا حدود 3 سال بود، یعنی بچه‌ای که با سردرد میاد و 3 سالش یا کمتر از اون هستش و هیچ شکایت غیر از سردرد نداره باید ما رو نگران بکنه. بعد این سن افزایش پیدا کرد به حدود 5 سال و الان 6 سال هستش. این علتش چیه؟ علتش اینه که ممکنه که در همچین بچه‌هایی که هنوز سوتورها بسته نشدن یک پاتولوژی، یه SOL، یه زایه‌ای در مغز در حال رشد باشه و به طور مداوم خود بچه با باز کردن سوتورها به صورت کامپنسیتوری این سردرد رو جبران بکنه و یه سردردی رو، الگوی یه سردردی رو مثل میگرن هدک به ما نشون بده. یعنی بچه یه دوره سردرد داره، بعد کامپنسیت میکنه، سوتورهای تا حدودی باز میشن و بعد از اون سردرد مدتی وجود نداره، دوباره اون زایه بزرگ و بزرگتر میشه، باز این علامت پیدا میشه. بنابراین در سن زیر 6 سال به دلیل اینکه هنوز سوتورها بسته نشدن اگر بیماری با فقط شکایت سردرد به ما مراجعه کرد باید ما رو نگران بکنه و اندیکاسیون ایمیجینگ داره. سردردی که در 6 ماه اخیر شروع شده باز برای ما خیلی مهمه. فقدان اورا در سردردهای میگرن، البته در بچه‌ها بیشتر ما کامون میگرن داریم، کلاسیک میگرن کمه، ولی فقدان اورا در این بچه‌ها هم باز کمک کننده هستش. وجود اورا شاید به نفع بیشتر به میگرن کمک کنه. اگر پترن سردرد یه سردرد کرونیک پروگرسیو هدک باشه، در رابطه با ماهیت سردردها ما سردردهای حاد داریم، سردردهای حاد اینترمیتنت داریم، سردرد کرونیک داریم، کرونیک پروگرسیو داریم و کرونیکی که ثابت هستش. همکارا در قسمت طبقه بندی سردردها این رو گفتن. از بین سردردها اونی که ما رو بیشتر باید نگران کنه سردردیه که در یه مدتی شروع شده و به نظر بیمار داره روز به روز بدتر میشه، یعنی کرونیکه ولی پیشرونده و تشدید یابنده است. هر بیماری که کیفیت، شدت، فرکانس و پترن سردردش عوض بشه، برای مثال یه بیماری سردرد میگرن داره، فرکانسش رو میدونه،
شدتش رو میدونه، با ویژگی های سردردش آشناست، با شرایطی که منجر به سردردش میشه آشنایی داره، ولی الان احساس میکنه که فرکانسش بیشتر شده، شدتش بیشتر شده، اون کاری رو که قبلا میکرد باهاش سردردش خوب میشد جواب نمیده. پس تغییر پترن سردرد، فرکانس، شدت و کوالیتی سردرد هم باید ما رو نگران بکنه. عدم پاسخ به درمان مدیکال، برای مثال یه بیماری که یه تنشن هدک داشته، از یه مسکنی استفاده میکرده خوب میشده، الان مدتی که این پاسخ درمانی رو نمیده. مریضی که میگرن داشته، پروفیلاکسی میگرفته یا درمان در طی حمله میگرفته، الان با وجود اینکه دارو دریافت میکنه به درمان جواب نمیده. بس عدم پاسخ دادن به مدیکال تراپی و ریکارنت لوکالایز هدک، یه سردردی که همیشه محدود به یه جا ریکارنت، و برای مثال عرض میکنم افراد میگرنی سردردشون مثلا اگر در ناحیه گیجگاهی باشه یک طرفه، این محلش ممکنه عوض بشه، یه دفعه طرف راست باشه، یه دفعه طرف چپ باشه، عوض میشه. ولی بیماری که همیشه سردرد داره با ماهیت میگرنی ولی همیشه طرف راست، ما رو بعد از نظر AV malformation ها نگران بکنه، پدیده های عروقی که این اتفاق براشون میفته. پس اینها ویژگی هایی هستش که در رابطه با خود سردرده، محل سردرد، سردرد با چی بد میشه، با چی خوب میشه، سن بیمارمون، آیا در 6 ماه اخیر شروع شده، پترنش پیش رونده هستش یا نه، همیشه یه محل رو درگیر میکنه، شدت، کیفیت و دفعات اون عوض شده یا نه، و آیا پاسخ به درمانش تغییر کرده یا نه. یه سردرد دیگه ای که باز ما رو باید مقدار نگران بکنه، البته تو بچه ها کمتر دیده میشه، شورت و پاروکسیسمال هدک ها هستن که تاندر کلمپ هدک بهشون میگن. این سردرد ها یه سردرد های خیلی دردناکیه که به طور ناگهانی شروع میشه، به صورت یه شدید و کلمپ هستش و معمولا به حد اکثر شدت خودش در عرض یه دقیقه میرسه و در عرض 5 دقیقه هم تموم میشه. این سردرد ها معمولا هیچ هشدار قبلی ندارن، اکثرشون خوشخیمن، بیشتر در بزرگسالها دیده میشه، معمولا میگن یه ماهیت عروقی دارن، ولی خوشبختانه در بچه ها کمه، ولی وجودش ما رو باید از نظر اندیکاسیون های ورکاپ یه مقداری دقیق بکنه. خب در شرح حال بیمار چه چیزهایی در هیستوری بیمار اگه وجود داشته باشه ما باز نگران باید باشیم. در بیماری که خوب شرح حال نمیده، فرض کنید مادرش میپرسین اطلاعی نداره، خودش نمیتونه به طور دقیق سردردش و علائم همراهش رو با چی بد میشه با چی خوب میشه، این توصیف ها رو نمیتونه برای ما داشته باشه، این ادیکوئت هیستوری، یا فرض کنید مورد مشاوره قرار میگیرید، میرید میبینید یه بیماری هستش که کسی که همراهشه شرح حال درستی نمیده، یه کیف گیور خوبی نداره، بنابراین اینها خیلی مهمه، این ادیکوئت هیستوری. بیماری که پرسونالیتی چنج داشته، میگن صرف نظر از محل تومور، در تومورهای مغزی ثابت ترین علامت پرسونالیتی چنجه، ایرسپکتیو آف لوکیشن، و اینا بیمارانی هستن که یه بچه‌ای که فرض بفرمایید خیلی شیطون و سرحال بوده، برای مدتی گوشگیر شده، بازی نمی کنه، فعالیتش محدود شده، زیاد گریه می کنه، بچه‌ای که آروم بوده دچار تغییر رفتار شده، پرسونالیتی چنج از اون چیزهایی هستش که ما در شرح حال باید بپرسیم. بد شدن کارایی مدرسه، بیماری که به هر دلیلی شما اومده و میگن که این یه افت درسی واضح داشته و این باید ما رو نگران بکنه که ممکنه یه اتفاقی، یه زایعه، یه توموری در کار باشه که همچین اتفاقی افتاده. برای افت تحصیلی های ناگهانی یکی از ورکاپ ها شاید انجام به اصطلاح دقت کردن به این مسئله باشه. و هر بیماری که علائم همراه در ناحیه گردن و پشت داشته باشه، خدمتون گفتم از نظر محل بسیار ارزشمند هستش و کمک کننده است. خب مریض ما از نظر پیشنت هیستوری یه بیمار فرض بفرمایید ایمنوساپرس هستش، فرض کنید بیماری هستش که در لوکمی داره، در بخش لوسمی بستریه و شما مورد مشاوره قرار میگیرین که این بچه سردرد پیدا کرده، تب داره، لوکوپنی داره. خب قطعا یه مریضی با این ستینگی که از نقص ایمنی داشته باشه، ما رو باید از خیلی جهت با توجه به سردردش نگران بکنه. و
هر بیماری که ریسک فاکتوری برای زایعات مغزی مثل آبسه، مثل آمبولی داشته باشه، که اینها کیا هستن؟ بیمارانی که بیماری قلبی دارن با شنت‌های راست به چپ، بیماری که عمل جراحی شده، بیماری که بیماری سیانوتیک قلبی داره و بیماری که قبلا هیدروسفالی داشته برای شنت گذاشتن، بیماری که سابقه تروما داشته. اینها همه ستینگی هستش در مورد بیمار که ما رو باید اون ستینگ نگرانیمون رو در رابطه با سردرد بیمار یه مقدار بیشتر بکنه. پس اینها در رابطه با پیشنت هیستوری بیمار هست. بیماری که شرحال خوبی نمیده، بیماری که مراقب مناسبی نداره، بیماری که ایمیونوساپرس هستش، بیماری که مشکل قلبی داره، شنت داره، سابقه ضربه داره. اینها مواردیه که باز باید در شرحالمون دقت بکنیم، چون ممکنه در قسمت ورکاپ ها نیاز به ورکاپ بیشتری داشته باشیم. فامیلی هیستوری اون چیزی که مهمه، حتما همکارا اشاره فرمودن، میگرن معمولا سابقه خانوادگی مثبت داره. اگر شما در یه بیماری شرحال میگیرید و به تشخیص میگرن میرسید ولی شرحال مثبت به تشخیص میگرن میرسید ولی شرحال مثبت خانوادگی از میگرن نداره، این باید شما رو نگران کنه و از اندیکاسیون های ایمیجینگ. بیماری که میگرن داره بدون سابقه خانوادگی و بدون سابقه یه پرایمری هدک در خانواده. خب رفتم سراغ ماینه بالینی. پس ویژگی هایی رو که در شرحال مهم بود بهش اشاره کردیم. در ماینه بالینی سیستمیک حتما باید به فشار خون بیمارتون دقت بفرمایید، بسیار مهمه. باید پی ان دی مریض رو جستجوی مریض علائمی از سینوزیت و پی ان دی داره یا نه، بیمارتون آیا حساسیت در قسمت صورت، فیس، مفصل تمپروماندیبولر یا هر جای دیگه داره یا نه، بیمار آیا علائم تحریک مننژ داره یا نه. اینها چیزایی که در سیستمیک اگزامینیشن مهمه. و در معاینه عصبی هم که اشاره کردیم، تای چشم، گیت مریض، دی تی آر بیمار، فلج اعصاب کرانیال، فشار خون بیمار بسیار مهمه در اندازه‌گیری وایتال ساین. همونطور که به تب دقت میکنیم، در هر بیماری با سردرد باید فشار خونش اندازه‌گیری بشه. پس ما چه یافته هایی در معاینه بالینی داشته باشیم، باز باید نگران باشیم. مریضی که خوب همکاری نمیکنه، حالا به دلیل سنشه، به دلیل اینکه مشکل زمینه‌ای داره، به دلیل اینکه قادر به همکاری نیستش، ما unable or incomplete neurologic exam داریم. بیماری که نورولوژیک اگزم غیر طبیعی داره، ادم پاپی، آتاکسی، دی تی آر تشدید یافته، زایی پوستی، همه اینها. بیماری که در معاینه تای چشمش ادم پاپی و یا رتینال هموریج داره، که واقعا رتینال هموریج خیلی برای ما مهمه، به عنوان یک پازیتیو فایندینگ ارزش داره که حتی میتونه به اندازه یک ایمیجینگ مثبت برای ما مخصوصا در چایلد ابیوز ارزش داشته باشه. و اشکالات رشد، مریضی که دور سرش رو میگیرید و میبینید که نسبت به سنش ماکروسفال هستش، مریضی که قد کوتاه داره و یا خانواده اظهار میکنن که در سالهای اخیر افزایش قد مناسبی نداشته و پترن رشد غیر طبیعی داره، چاقی مفرط داره، همه اینها با توجه به درگیری هیپوفیز ما رو میبره به طرف زایعات هیپوفیز و باز باید ما رو حساس و جدی تر بکنه. علائم تحریک مننژ، علائم تروما، گاهی بیمار شرحال تروما رو میده و شما استریت فوروارد میرید سراغ اون، ولی گاهی نه، بچه مورد ابیوز قرار گرفته، بچه توسط پرستار از جایی افتاده و اظهار نمی کنن. بنابراین گشتن پوست بیمار برای دیدن زایعات پوستی، برای دیدن کبودی، برای دیدن آثار چایلد ابیوز خیلی مهم هستش، حتما باید این کار کرد. کرانیال برویی خیلی مهمه که خب یه مقدار جز معایناتی هستش که شاید به فراموشی سپرده شده. و معاینه پوستی که باز مخصوصا از نظر نوروکوتانوس ها، از نظر ضربه ها، تروما، چایلد ابیوز، شکستگی، درد، حساسیت نقطه‌ای خیلی برای ما مهم هستش. خب شرحالو گرفتیم، معاینه سیستمیک رو انجام دادیم و معاینه نورولوژیک رو انجام دادیم. حالا باید بریم سراغ انجام ایمیجینگ. ایمیجینگ رو اشاره کردیم که در چه مواردی اندیکاسیون داره، تمام این مواردی که گفتیم. حالا چه زمانی باید ایمیجینگ رو، یعنی از نظر زمانی کی باید انجام بدیم؟ ارجنت نورو ایمیجینگ رو ما برای بیماران به اصطلاح انجام میدیم که
علائم آی سی پی بالا دارن، فوکال نورولوژیک اگزامینیشنشون اشکال داره و قویاً این به نفع و یافته یک آی سی پی بالا هستش و سریعاً باید ایمیجینگ براشون انجام بدیم. حالا اگه بخوایم ایمیجینگ انجام بدیم، ورکاپ هامون رو میخوایم شروع کنیم. اولینش و مهمترینش در بچه‌ای که دچار سردرد هستش قطعا انجام نورو ایمیجینگه و ما با توجه به این صحبتایی که کردیم اصلا باید ببینیم مریضمون اندیکاسیون ایمیجینگ داره یا نه. آیا انجام یه سی تی از سر ناچاری یا از سر بی اطلاعی کفایت میکنه که یه سی تی انجام بدیم بچه رو در معرض اشعه اضافی قرار بدیم و بعد بگیم چیزی نبود؟ پس بنابراین اگه قرار ما ایمیجینگ انجام بدیم و علائم خطری داریم میبینیم، رد فلگی داریم میبینیم، چه ایمیجینگی باید انجام بدیم در بیماران سردردی؟ ایمیجینگ اختصاصی و ترجیح ما MRI هستش. سی تی رو که انجام میدیم جایی که MRI نداریم، برای مثال یه مرکزی تشریف دارید که دسترسی به MRI ندارید، مریضتون ارجنت نیاز به ایمیجینگ داره، مریضتون در خطر شک به یه خونریزی جدی دارین، مریضتون شک به یه آی سی پی قویاً بالا دارین که خطر هرنیشن داره، پس MRI در دسترس نیست یا انجام ایمیجینگ مثل MRI زمانبره، احتیاج به بیهوشی داره، مریضتون ریسک بیهوشی داره، هر چیز دیگه‌ای که در واقع این امکان MRI از شما سلب بکنه. ولی اگر این امکان وجود داشته باشه MRI ارجحه. که ما ایمیجینگمون رو با کنتراست انجام بدیم، وقتی که به یک زاویه التهابی فکر میکنیم، وقتی به یک زاویه فضاگیر فکر میکنیم و جایی که به اصطلاح آسیب بلاد برین بریر رو حدس میزنیم، مثل زاویات التهابی، زاویات عفونی، زاویات تومورال، اینا تمام مواردی هستش که ما لازم هستش که ایمیجینگمون رو با کنتراست انجام بدیم که دوباره کاری انجام اتفاق نیفته. پس MRI میمونه برای شرایط نان اکیوت، برای بیماری که شما باز قویاً به آی سی پی بالا فکر میکنید ولی یه سی تی طبیعی داره. چرا؟ برای اینکه یکی از محدودیت‌های سی تی محدودیتی است که در نشون دادن فوس خلفی داره. شما اگه یه سی تی طبیعی داشته باشین، دلیل بر این با توجه به اینکه فوس خلفی رو خوب نمی‌بینید، دلیل بر این نیستش که مریضتون مشکلی نداشته باشه. گاهی با یه سی تی نرمال مریض اندیکاسیون MRI داره برای این مسئله و در بچه‌های کوچیک که باز این محدودیت وجود داره که بهتر هستش که شما MRI انجام بدید. پس مودالیتی ترجیحی ما در تمام موارد MRI هستش. اگر شک به یک زاویه التهابی، عفونی و آسیب بلاد برین بریر داریم، زاویات انفیلتراتیو SOL ها با کنتراست. اگر در شرایط ارجنت هستیم میتونیم سی تی رو انجام بدیم، اگر دسترسی به MRI نداریم، اگر انجام بیهوشی برای بیمار ما مشکل هستش. خب از اقدامات تشخیصی دیگه که میتونیم انجام بدیم ایمیجینگ رو صحبت کردیم، LP هستش. خب LP رو که باید انجام بدیم در بیماری که اولین و بدترین هدکش رو داره تجربه میکنه، که یکی از تشخیصهای ما ساب آراکنوید هموریج هستش، مخصوصا اگر شکی مبنی بر این مسئله در سیتی وجود داشته باشه. شما یه مریضی داریم با یک سردرد حاد، در شرایطی که دارید یه سیتی انجام دادیم و در سیتیتون شواهد به اصطلاح SAH رو میبینید و کاملا SAH شبیه حالتی است که شما انگار که خون رو در تمام این سولکوس ها میبینین، در شیارهای اینترهمیسفریک و جاهای مختلف میبینین، تقریبا مثل یه عکسی که انگار با ماده کنتراست گرفتن. در چنین مواردی میدونین که انجام LP با توجه به اینکه تشخیص نهایی به اصطلاح کمک کننده است، با وجود RBC در CSF میتونه به ما کمک کنه. پس این یکی از اندیکاسیون های LP. اندیکاسیون بعدی مریضی که علائم تحریک مننژ داره، مریضی که تبدار هستش، علائم تحریک مننژ داره و یافته هایی مثل کرنیک، بروزنسکی، ردور مثبت و شما رو با تب و علائم تحریک مننژ میبره به طرف اینکه یک التهاب، یک پروسه عفونی در کار هستش. در مواردی که شک به آی سی پی بالا دارید و یا به افزایش فشار داخل مغزی دارید، افزایش آی سی پی رو گفتیم و موارد کاهش فشار داخل مغز هم همین کارو میکنه. مریضی که سودو تومور سربری داره و مواردی که فشار مغز به هر دلیلی پایین هستش، مثلا خانم دکتر خیاستاده اشاره فرمودن بعد از جراحی، بعد از انجام LP، اینها مواردی هستش که هم افزایش فشار CSF و هم کاهش اون ممکنه علت سردرد باشه. پس در این موارد برای اندازه‌گیری فشار مغز ما باید LP انجام بدیم.
و سردرد در یک بیمار ایمونوکامپرومایز یا ایمونوساپرس که باز با شک قوی که به ضایعات مغزی عفونی میتونیم داشته باشیم، مثل آبسه مغزی، مثل التهاب ها، مثل عفونت ها. پس مواردی که ما میبریم و در تمام این مواردی که ذکر کردم و اندیکاسیون الپی وجود داشت، حتما باید ایمیجینگ قبل از انجام الپی انجام بشه. پس مواردی که مریض ما تب داره، علائم تحریک مننژ داره، مواردی که شک به ساب آراکنوئید هموریج داریم، مواردی که سودو تومور سربری مطرح هستش، بیماری که سردرد داره و ایمونوساپرست هستش، در تمام این موارد الپی باید انجام بشه و شرط اون با شک به ضایعات فضاگیر حتما باید ایمیجینگ قبل از اونا انجام بشه. ما کی انجام آزمایش های روتین رو انجام میدیم؟ اصلا کی توصیه میشه؟ ندرتاً به اصطلاح کمک کننده است، مگر اینکه شما در معاینه سیستمیکتون چیزی پیدا کنید. مثلا میبینیم مریضتون خیلی پیله، آنمیکه، شک به عفونت دارین، دنبال به اصطلاح مارکرهای عفونی میگردین، مثلا در این موارد سی بی سی، ای اس آر، سی آر پی میتونه کمک کنه. حالا در شرایط فعلی که خب سردرد میتونه تظاهری از کرونا باشه، میتونه بهمون کمک کنه بعضی از آزمایش ها، در این موارد میتونه کمک بکنه. و گاهی وقتی که دنبال سکندری هدکا میگردیم، مثلا دنبال علائم التهاب میگردیم، علائم عفونی میگردیم، یه کلوی میخوایم به نفع یک ضایعه به اصطلاح التهابی و عفونی. و تقریبا در بیمارانی که سردردهای راجعه دارن هیچ جایگاهی نداره و هیچ کمکی به ما نمیتونه بکنه. کی ایجی انجام بدیم؟ معمولا در ارزیابی روزانه و روتین ما برای کسی که ریکارنت هدک داره انجام ایجی توصیه نمیشه، مگر اینکه بیمار شما یافته هایی داشته باشه که ممکنه اورلپ با یه سیجر داشته باشه. آیا ممکن هستش که هدک تنها منیفستیشن یه اپیلپسی باشه؟ بله امکان داره. آیا هدک میتونه پستیکتال یک اپیلپسی باشه؟ بله میتونه باشه. آیا هدک میتونه تظاهرات و نشانه های مشترک با اپیلپسی داشته باشه؟ بله میتونه. خانم دکتر خیاط‌زاده اشاره کردن به علائم اوکسیپیتال، مثلا بیماری که علائم و تظاهرات چشمی داره هم میتونه به نفع هدک باشه، هم میتونه به نفع اوکسیپیتال اپیلپسی باشه. پس معمولا در به صورت روتین در اوالویشن یه بچه کمک نمیکنه، ولی اگر که ما بخوایم گاهی میگرن رو از سایر انواع هدک تشخیص بدیم، میتونه تا حدودی به ما کمک بکنه. پس اندیکاسیون EEG محدود ولی در موارد خاص توصیه میشه. این جدول، این که مریض ری رو با سردرد ما به رد فلک ها کمک دقت بکنیم و بر اساس اون بیمارمون رو به دو تایپ اصلی، به دو تا شاهراه مهم افتراقی جدا بکنیم که این آیا پرایمری هدک هستش یا سیکندری هدک، بسیار کمک میکنه. در رابطه با سیکندری هدک ها، عفونت ها مهم هستن، مننژیت، انسفالایتیس، برین ابسس، علل عروقی مطرح هستن، خانم دکتر به واسکولیت ها اشاره کردن، ضایعات استراکچرال و مس ها، هیدروسفالی، برین تومور ها، تروما خیلی مهمه و بعضی از موارد مثل سینوزیت و هایپرتنشن و موارد سودو تومور سربری و اینها. پس ما در شرحال و معاینه بالینی بعد از مواجهه با یک بیماری با سردرد، بعد از توجه به اون رد فلک هایی که خدمتون عرض کردم، این دوتا تقسیم بندی اصلی رو، این دوتا افتراق اساسی رو باید بدیم و در مواردی که به سکندری رسیدیم انجام به اصطلاح ورکاپ های تشخیصی برای ما ضرورت داره که اونها شامل ایمیجینگ، EEG، لب استادی، LP و بقیه ملاحظات خواهد بود. از اینکه مصدی اوقات شدم عذر میخوام. امیدوارم که مفید فایده باشه. اگه سوالی باشه من خدمتتون هستم و تذکر و پیشنهادی باشه استفاده خواهیم کرد. ممنون از لطفتون. خیلی خیلی تشکر میکنم از استاد خسروشاهی عزیز. مبحث ارزیابی کودک دچار سردرد رو از ایشون شنیدیم. سوال راجع به رفرنس مطالب پرسیده بودین که استاد خیاط‌زاده عزیز خیلی خوب به اون جواب دادن توی قسمت چت ها، برگزیده از رفرنس های مختلف بود که خدمت شما تایپ کردن. از حذف آزمون صحبت میکنیم که اون در حوزه اختیارات وزارت خونه است و ما اصلا فقط برگزار کننده در واقع کنگره هستیم و هیچ اختیاری در این زمینه نداریم. تا قبل از برگزاری هر پنل شما فرصت دارین که وارد سایت وزارت خونه بشین و ثبت نام رو بکنین و تا 48 ساعت بعد از پایان هر پنل فرصت دارین که توی امتحان مربوط به اون شرکت بکنین، که همه اینها رو من بعدا مجددا برای شما در واقع
آدرسش رو میذارم. برای مشاهده مجدد ویدیوها دو راه داره، یکی اینکه وارد کانال آپارات مرکز طبی بشین که اونجا ویدیوها بارگذاری شدن، میتونید وارد سایت کنگره بشین و توی قسمت برنامه‌های علمی یا ساینتیفیک پروگرام پایان هر روز ویدیوها رو مجددا مشاهده و مرور بفرمایید. یه سوال دیگه هم میپرسین که میگین که اسلاید کوچیک هست و من نمیتونم ببینم، اون پایین علامت زوم برای شما، ذره‌بین برای شما گذاشته شده، میتونید زوم کنید و اسلایدها رو بزرگتر ببینید. توی قسمت بعدی در خدمت استاد محمود رضا اشرفی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان هستیم، استاد دبیر علمی کنگره هستند، معاون پژوهشی گروه کودکان، رئیس بخش اعصاب کودکان و معاون تحقیقات و فناوری مرکز طبی با عنوان اقدامات درمانی در سردرد کودکان در خدمت ایشون هستیم. همچنین ازتون خواهش میکنم که وارد سایت در واقع کنگره یا اپلیکیشن کنگره بشین و توی قسمت نظرسنجی هم شرکت بکنین و توی ادامه فعالیت به ما کمک بکنین. خیلی متشکرم. عرض سلام میکنم خدمت همکاران عزیز. صدا خوبه؟ بله. تشکر میکنم از اساتیدی که قبول زحمت فرمودن و در شرایط کرونا هم اینجا حضور پیدا کردن. البته ما رعایت نکات بهداشتی و ایمنی رو کرده بودیم، بر صورت حضورشون غنیمت بود. خود من که از صبح نشستم بسیار استفاده کردم. خب یک کمی راجع به منیجمنت سردرد در کودکان و ادولسنس میخوایم خدمتتون صحبت بکنیم. یک کمی وقت من هم بیشتر از خوشبختانه که من یک کمی آهسته تر صحبت میکنم. خب چرا این عنوان رو انتخاب کردیم؟ سردرد شایع ترین پین کاندیشنی است که کودک و ادولسنت رو مراجعه میده به سمت یک پدیاتریشن. پس اهمیتش این بود که شایع. در اول بحث آقای دکتر ایدری اشاره فرمودن کامن هدک سیندروم ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم. ما بهشون میگیم پرایمری هدک سیندروم، یعنی سردرده ای که وقتی بررسی میکنید شما اتوپسی هم بکنید تو مغز چیزی نمیبینید. میگرن، تنشن، تریجمینال، اتونومیک سفالژیا و آدر پرایمری هدک دیزورده. این تقسیم بندی اینترنشنال کلاسیفیکیشن هدک دیزوردر تریبتا آخرین طبقه بندی است در سال 2013. و بعد سردرده ثانوی که همکاران اشاره کردن، منم یک کمی جلوتر بهشون اشاره خواهم کرد. خب سردرد سومین لیدینگ کوزی است که یک پدیاتریک یک کودک رو میارن به یک امرجنسی روم. پس اول بحثم رو من با منیجمنت حاد سردرد شروع میکنم که انواع سردرد اشاره بکنه وقتی مراجعه میکنن به اورژانس چه اقداماتی باید براشون انجام بدیم. خب خوشبختانه اکثر سندروم ها و اکثر سردرد هایی که مراجعه میکنن حتی به اورژانس در دسته پرایمری هدک سندروم ها هستن، میگرن، تنشن، کلاستر، یعنی سردرد های شایع. ولی همیشه به فکر هستیم، خانم دکتر خسرو شاهم خیلی قشنگ این مبحث رو صحبت کردن، که ما با سردردهای گاهی مواجه هستیم بهش میگن سینستر هدک، یعنی سردردی که یک پدیده شومی آندرلاینگ دیزیزش هست، یه پاتولوژی تو مغز داره اتفاق میفته که اگر اقدام مناسب نباشه حتی ممکنه منجر به مرگ بشه. به اینا میگن سینستر هدک. خب سینستر هدک ها علامت هایی دارن که اشاره شده، من دیگه خیلی سریع از این رد میشم. مریض تب داره، مننژیسموس داره، فوتوفوبی داره، کانفیوز هست، سطح هوشیاریش مختل شده، تشنج میکنه، علامت های عصبی فوکال داره. تو شکل ملاحظه میکنید مثلا فرض کنید زایات پتشی پورپورا داره، یک ملنگوکوکسمیه، ایوی مالفورمیشن داره، ساب آراکنوید هموریج داره، یا یک زایه فضاگیری و یا هیدروسفالی میتونه از عللش باشه. بینه میگن سینستدک. پس هر مریضی که به اورژانس مراجعه میکنه، به ما مراجعه میکنه به عنوان متخصص کودکان یا متخصص اعصاب اطفال، ما بایستی اون اسلایدری که دکتر حیدری گذاشتن سردردهای هارمفول رو از سردردهای پینفول کنار بذاریم و مجزا بکنیم. خب بیشتر سردردها در
مراجعه به اورژانس یک بیناین اتیولوژی دارن و 60% این سردردها سردردهای میگرنی، یعنی یکی از شایع ترین سردردهایی که به اورژانس مراجعه میکنن سردردهای میگرنی هست. آقای دکتر محولاتی اشاره کردن در بعضی از رفرنس ها تنشن رو از میگرن شایع تر میدونن، ولی خب سردرد تنشن معمولا مراجعهش به اورژانس کم هست، چون یک سردرد مایل تو مودریت داره، برخلاف میگرن که یک سردرد مودریت تو سیویر هست. پس الان در مراجعه به اورژانس ما مواجه هستیم با یک کودکی که سردرد داره، اون سینستر هدک، اون ارگانیک هدک، اون سردردهای سکندری رو کنار گذاشتیم، چه درمانهایی برای منیجمنتش انجام میدیم. یکی از اولین درمانها برای درمان سردردهایی که به اورژانس مراجعه میکنن استفاده از تریپتان ها هست. تریپتان ها برای سردردهای مودریت تو سیویر استفاده میشه. تریپتان ها در حقیقت سروتونین آگونیست هستن، یعنی 5 هیدروکسی تریپتامین رو میرن اونجا رسپتوراشو تحریک میکنن، به خصوص تریپتان ها برای 5 هیدروکسی تریپتامین 1. خب یه مریضی که به اورژانس مراجعه کرده و سردرد شدید داره معمولا از تریپتان های تزریقی بایستی استفاده بکنی، مهمترینش سوماتریپتان هست، 0.06 میلی پارکیلو تا 6 میلی گرم میتونیم تزریقی بکنیم، آی ام سابکوتانه، اگر مریض نمیتونه خوراکی مصرف بکنه حتی اینترانازال، و اگر شرایطی رو که داره خوراکیش رو هم میتونیم مصرف بکنیم. این دوز مربوط به بزرگسالا هست، در اکثر ادولسنس هم همین دوز قابل استفاده است. پس یکی از درمان‌های اولیه ما برای درمان سردرد حادی که به اورژانس مراجعه کرده استفاده از تریپتان‌ها هست، به خصوص تریپتان‌های تزریقی. خب مریضای سردرد میگرنی تهوع دارن، استفراغ دارن. این مرحله خب اول مریض باید هیدراته بشه، برقراری یک آی وی. مریض میگرنی به علت استفراغ، به علت تهوع، به علت کم اشتهایی و بعضی وقتا تو اون مرحله میگرن و پرودرومش و قبل و بعدش مریض مکرر تکرر ادرار پیدا میکنه و دزیدراته میشه، مایاتو که برقرار کردیم به این فکر هستیم که داروی ضد استفراغ به بیمار بدیم که در حقیقت استفراغ بیمار بند بیاد. در استفاده از داروهای ضد استفراغ، داروهایی که اثر آنتی دوپامینرژیک دارن بیشتر توصیه میشه، برای اینکه سیستم دوپامینرژیک هم در یک سردرد میگرنی اکتیو میشه و دارویی که بتونه آنتی دوپامینرژیک باشه هم میتونه اون مکانیزم رو جلوش رو بگیره و هم اثر ضد استفراغی داشته باشه. دو تا از ضد استفراغای مهمی که در این دسته هستن پروکلورپرازین و متوکلوپرامید هست. خب متوکلوپرامید رو 0.13 تا 0.15 میلی پار کیلو، ماکسیمم 10 میلی، آی وی به بیمار میدیم ظرف 15 دقیقه. پروکلورپرازین رو هم همین میزان تقریبا هست، 0.15 میلی پار کیلو، ماکسیمم 10 میلی، آی وی میدیم با همراه با یک در حقیقت مسیر آی وی که برقرار کردیم. معمولا اینها خوب تالریت میشن. یک کمی عوارض اکسترا پیرامیدالشون در بچه ها بیش از بزرگسالا هست که ممکنه لازم باشه 25 تا 50 میلی گرم دیفنهیدرامین وریدی هم ما به اینها بدیم همزمان با این برای جلوگیری از عوارض اکسترا پیرامیدال این داروها. خب استفاده از انسیت ها در این مرحله فازهات که مریض در حقیقت اورژانس هست و در حقیقت ما داریم ریسکیو تریتمنت سردرد رو انجام میدیم، استفاده از انسیدهای تزریقی هست. بهترین داروش کتورولاک هست که یک نان استرویدال آنتی انفلامیتوری دراگ تزریقی هست برای درمان همون سردردهای متوسط تا شدید. 2 تا 16 سال یه سینگل دوز 0.5 میلی پار کیلو آی وی آی ام میشه داد. بالای 16 سال اگر کمتر از 50 کیلو هست 15 میلی گرم و اگر بیش از 50 کیلو هست 30 میلی گرم میشه این دارو رو استفاده کرد که محلولاش هم 30 میلی در ML هست و میشه این رو تکرار کرد تا سردرد متوقف بشه و بند بیاد. استفاده از ترکیبات ارگوتامین رو داریم و دی هیدرو ارگوتامین، اینها هم اکتیویت میکنن 5 هیدروکسی تریپتامین 1 بیرو، یعنی همون در حقیقت آگونیست های سروتونین هستن که در اینتراکرانیال بلاد وسل وجود داره و منجر به در حقیقت ابتدا وازو کانستریکشن میشه و بعد وازو دایلاتیشن که اون سردردهای ضرباندار یا پاندینگ یا شدید رو میتونه ایجاد بکنه و استفاده از ترکیبات ارگو میتونه جلو این پروسه و پدیده رو بگیره. دی هیدرو ارگوتامین یه ترکیب تزریقی و پرنترال هست که در فازهای اکوت اگزاسربیشن و
در اورژانس قابل استفاده است. یه دوز نیم تا 1 میلی گرم DHE رو میتونیم بر اساس سن استفاده کنیم و بعد هر 8 ساعت ادامه بدیم تا سردرد متوقف بشه. اما استفاده از ارگوتامین خوراکی خیلی تو بچه ها اندیکاسیون نداره، چون اون وقتی استفاده میشه که مریض اورا داشته باشه و در مرحله اورا ازش استفاده کنیم و همونجور که دکتر نیک خواه اشاره کردن بیشتر سردردهای میگیرن در کودکان کامن میگیرن هست که سردردهای بدون اورا هست. استفاده از سدیم والپراد از سال 2000 با این مقاله در درمان میگرن و میگرن‌های شدید، یعنی در حقیقت استاتوس میگرن، میگرنی که بیش از 48 ساعت 72 ساعت طول بکشه بهش میگن میگرن‌های استاتوس. خب اینا معمولاً حتما تو اورژانس هستن و حتما بستری میشن. استفاده از سدیم والپراد توصیه میشه در این مواقع. سدیم والپراد رو به خصوص اگر DHE کنتراندیکه باشه در بیمار به دلیلی مثل مشکلات قلبی عروقی، میتونیم از این دارو استفاده بکنیم. 10 میلی تا 30 میلی رو میشه استات داد به بیمار ظرف مدت انفوزیون کرد و بعد 5 تا 10 میلی پار کیلو هر 8 ساعت، تقریبا مثل درمان تشنج هست، یک کمی دوزش پایین تره. برای بیمار این دارو رو ادامه بدیم تا سردرد بیمار بهتر بشه. سدیم والپرات وریدی. استفاده از اوپیوئیدها، اوپیوئیدها فقط درد رو کم میکنن و تو پاتوفیزیولوژی میگرن تأثیری ندارن، یعنی در پروسه های اینفلاماتوری که در میگرن ممکنه وجود داشته باشه تأثیری ندارن. خیلی توصیه نمیشه. میپریدین هست، ترامادول که یک نارکوتیک لایک پین ریلیور هست، خصوصا بالای 17 سال بهتر استفاده بشه. اینه که استفاده از این داروها مگر واقعا سردرد خیلی شدید باشه که توصیه بشه. اوپیوئیدها رو معمولا توصیه نمی کنیم، که یکی از عللی هم که توصیه نمی کنیم این هست که میتونن وابستگی بدن و دوم میتونن باعث ریباند هدک بشه، که سردردهای بود که خانمیتور خیاط زاده به گونه اشاره کردن در بحثشون. یکی از علل ریباند هدک ها استفاده از اوپیوئید هست که مریض مکرر از این استفاده میکنه و سردرد میگیره. خب در این لیستی که ما همشو تقریبا اشاره کردیم، آخر لیست من علامت زدم استفاده از دگزامتازون هست. آیا کورتیکوستروئید در درمان هاد و ریسکیو تریتمنت سردرد جایگاهی داره؟ این مقاله رو که دقت بکنید، مقاله است که همکارانمون از ایران چاپ کردن این رو، و همونجوری که ملاحظه میکنید استفاده از دگزامتازون و سدیم والپرات که با هم مقایسه شده، هر دو در درمان در کاهش شدت سردردهای میگرنی مؤثر بوده. در گروه در حقیقت 55 درصد در سدیم والپراد و 67 درصد در گروه دگزامتازون، ولی تفاوتشون از نظر آماری معنیدار نبوده. پس استفاده از دگزامتازون هم ممکنه به عنوان درمان در اون فازها ازش استفاده بشه. اما منیزیوم که در بعضی از رفرانس ها ازش ذکر شده، حالا تو بچه ها خیلی ما تجربه روش نداریم، تا 80 درصد بیمارانی که منیزیوم گرفتن 1 گرم آیوی ظرف 15 دقیقه پس از انفوزیونشون پین فری شدن و جزو درمانایی هست که اگر واقعا جواب نده سایر داروها ممکن ازشون استفاده بکنیم. برای درمان تنشن هدک تو فاز هات، خب معمولا در سردردهای تنشن مراجعهشون به اورژانس زیاد نیست، سردردهای قابل تحملی هستن، ولی اگر بیان در اورژانس مشاهده میکنه که باز داروها همون، اگر استفراغ باشه متوکلوپرامید رو داریم، کلورپرومازین رو داریم، کتورولاک رو داریم، دیفنیدرامین رو داریم که ممکنه برای اینا استفاده بکنیم. سردردهای در حقیقت کلاستر که در حقیقت شایع ترین فرم تریجمینال اتونومیک سفالژیا هستن، خیلی سردردهای شایعی نیستن. بعد از بلوغ تو پسرها دیده میشن، از استثناهای سردردهایی که در پسرها شایع تر هست. همجوری که ملاحظه میکنید تنها 2% سردردهایی که میان اورژانس تو این دسته در حقیقت کلاستر هدک هست. در این دسته داروی اولشون باز همون استفاده از سوماتریپتان و انواع تریپتان ها هست و یک ترکیبی رو که توصیه میشه در فاز هاد اینا استفاده از اکسیژن 6 تا 12 لیتر در دقیقه همزمان با سوماتریپتان و سایر مسکن ها که میتونه کمک بکنه به درمان هاد و در حقیقت ابورتیو کلاستر هدک. خب حالا ما
سردردهایی رو که به اورژانس مراجعه می‌کردن رو باش آشنا شدیم و دیدیم که پس از کنار گذاشتن ارگانیک هدیکا باید مسکن بدیم، ضد استفراغ بدیم، داروهایی بدیم که تو پاتوفیزیولوژی اون بیماری خصوصا میگرن دخالت داره. سردرد شایع‌ترین پین کاندیشن کودکانی است که گفتیم به یک پدیاتریشن مراجعه میکنن و میگرن یکی از شایع‌ترین پرایمری هدک دیزوردرهای دوران کودکی هست. خب یک کمی روی این منیجمنت میگرن بحث بیشتری میکنیم و در ادامه بحث که قسمتش رو در فاز هات گفتیم. برای منیجمنت میگرن ما یک فارماکولوژیک تراپی داریم که خودش دو مرحله ابورتیو و پروفیلاکتیک هست و یک نان فارماکولوژیک تراپی داریم. در فارماکولوژیک تراپی در مرحله ابورتیو خب شایع‌ترین علامت میگرن درد و پین هست که مدره تو سیویر هست و معمولاً این سردرد در کودکان دو طرفه هست، برخلاف بزرگسالا که بیشتر سردرد رو یه طرفه دارن. برای ابورتیو کردن و قطع اون حمله توصیه میکنیم به استراحت در یک محیط تاریک. در بزرگسالا گاهی استفاده از کیسه یخ و فشار دادن روی سر تو بچه هم گاهی ممکنه موثر باشه، ولی بهترین حالت اینه که بچه در مرفاز حاد سردرد بره در یک محیط کم نور، کم صدا، بدون تحریکات حسی، بو و چیزهای دیگه استراحت بکنه و مسکن سریع بهش داده بشه. بعضی خانواده ها میگن ما دلمون نمیخواد به بچه مسکن بدیم، عادت میکنه. در سردرد میگرنی دادن مسکن تو همون فاز شروع سردرد خیلی سریعتر میتونه باعث کنترل سردرد بشه. خب دو تا داروی اصلیمون که اون قبلا هم اشاره کردیم انسیت ها و تریپتان ها هستن که برای درمان سردرد ازشون استفاده میکنیم. انسیت ها در حقیقت روی پروستاگلاندین اثر میذارن، با مهار سیکلو اکسیژناز، آنزیم سیکلو اکسیژناز میان پروستاگلاندین ها و ترومبوکسان ها رو کم میکنن و با این پاتوفیزیولوژی علاوه بر اینکه اثر ضد درد دارن رو پاتوفیزیولوژی میگرن هم تأثیر میکنن. در فاز هات که بخوایم منزل از این دارو استفاده بکنیم، بروفن بهترینشه، 7.5 تا 10 میلی پار کیلو پر دوز. ناپروکسن جانشین دیگه هست، 2.5 تا 10 میلی پار کیلو پر دوز. و برای بچه های بالا 15 سال آسپرین هم توصیه شده که 10 تا 15 میلی پار کیلو پر دوز قابل استفاده هست. استفاده از تریپتان ها رو اشاره کردیم. تریپتان های مختلفی رو ما داریم در بازار که برای درمان در حقیقت زمانی که در اورژانس نیست بهترین اینا شاید ریزا تریپتان باشه که اپروف هست برای استفاده در کودکان بالای 6 سال از نظر FDA و این دارو قرصای 5 و 10 میلی داره. ملاحظه میکنه زیر 40 کیلوگرم 5 میلی گرم در اون فاز حمله سردرد، بالای 40 کیلوگرم 10 میلی گرم و در ایران هم موجود داریم از این دارو. میتونیم استفاده بکنیم از این تریپتان. تریپتان ها پس با کمک انسیت ها در حقیقت از فرست لاین های در سردرد های شدید و میگرنی و غیر میگرنی هستن، از جمله کلاسر، از جمله حتی تنشن. و اگر یه تریپتان موثر نبود که در 60-70% موارد موثره، میشه تریپتان دیگه ای رو امتحان کرد. سوما تریپتان دادیم، حالا ریزا تریپتان بدیم یا بالعکس. دو تا اسلاید دارم در مورد داروی به اسم کلسیتونین جن ریلیتد پپتاید ریسپتور آنتاگونیست، بهش میگن G5. G5 ها در حقیقت یک مونوکلونال آنتیبادی تراپی هستن، هیومانایز و انسانی، که این ترکیب میره روی اون ریسپتور CGRP و اونجا اثر میکنه، یک رول داره اون ریسپتور در شروع میگرن و در نتیجه این ترکیبات بدون اینکه وازو کانستریکشن ایجاد بکنن و در بیمارانی که اون وازو کانستریکتورها مثل DHE ممکنه کنتراندیکه باشه، ترکیب بسیار خوبی هستن که جلوی سردردهای میگرنی رو بگیرن. این مقالهش رو ملاحظه میکنید، مقالات جدید هست و ترکیبی که در همین سال 2020 اپروف شده در ماه آپریل 2020 اپتین زوماب هست به اسم وایپتی که 100 میلی گرم هر 3 ماه بایستی از این ترکیب به صورت انفوزیون ظرف 30 دقیقه استفاده بشه. یعنی 4 بار در سال میتونه یه داروی باشه که جلوی سردردهای میگرنی رو بگیره و جزو داروهای جدید هست. خب در قسمت منیجمنت میگرن، در قسمت منیجمنت فارماکولوژیک میرسیم به داروهای پروفیلاکتیک، داروهایی که جلوی حملات رو بگیرن.
چه زمانی ما از پروفیلاکسی میگرن استفاده میکنیم اندیکاسیون هایی داره. بیشتر از یک سردرد در هفته برای مثال. سردرد خیلی دیسیبلینگه. بیمار مدرسه را دست میده، تو فعالیت خونش رو انجام نمیده. مریضای سردرد تنشنی با سردرد به کارشون میرن، مدرسهشون میرن، سر کارشون میرن. ولی سردردهای میگرنی که اینجوری از کار میندازه فردا یه اندیکاسیون داره برای پروفیلاکسی. یا اون پدیاتریک میگرن دیزابیلیتی اسسمنت کوئسشنر بهش میگن، پدیاتریک میداس. عددش بالای 20 باشه. در این زمان استفاده از سردردهای پروفیلاکتیک توصیه میشه. درمانهای پروفیلاکتیک. پروفیلاکسی همینطور در مریضایی که سردرمانهای حاد بهشون خیلی کارساز نیست یا عوارض داره، خوب نمیتونن تحمل بکنن. و میگم این درسته، مثلا هر چند ماه سردرد میگیره، ولی وقتی گرفت این سردردها شدید طولانیه، طول میکشه، دو روز سه روز استاتوس میشه، یا میگرنهای کامپلیکیتد مثل همیپاراتیک یا بازیلار میگرن و مریضایی که سیویر اورا دارن، از این داروها برای پروفیلاکسی ممکنه استفاده بشه. خب هدف درمان پریونتیو یا پروفیلاکسی چیه؟ اولا درمانی هست که باید به خانواده توضیح داد. فکر میکنین درمان پروفیلاکسی موقع سردرده. این درمان پروفیلاکسی رو بیمار بایستی دائم بگیره، چه سردرد داره چه سردرد نداره، و وقتی مؤثر هست که بتونه فرکانس، اینتنسیتی و مدت حمله رو حداقل 50% بیاره پایین. بعضی وقتا دارو رو دادیم، خانواده میان بعد از ایمان میگن آیا تو این اثر نکرد، میگم خب عوضش کنیم. یه دفعه میگن آیا تو خیلی خوب بوده، منظورم اینه که هنوز گاهی سردرد میشه. اگر 50% شدت فرکانس و مدت سردرد تا کم شده، یعنی دارو اثرش ساتیسفکتوری هست. و هدفمون اینه که سردردها رو برسونیم به کمتر از یکی دو سردرد در ماه، و اون پدیاتریک مثلا میداس رو به کمتر از 10 برسونیم، یعنی شدت سردردها خیلی کمتر بشه با این داروها. خب از نظر FDA آمریکا تقریبا داروی اپروف برای پریونتیو در دوران کودکی نیست. فلوناریزین رو ذکر میکنن که یه کلسیم چنل بلاکر هست. پس ضرورت داره که ما یه بررسی های رو داروهای پروفیلاکتیک بکنیم و مطالعاتی داشته باشیم. من در ادامه مبحث تو هر قسمتی که اشاره میکنم، کار خودم و همکارانمون از مرکز طبی که گاهی هم با چند مرکزی انجام شده رو راجع به پروفیلاکسی میگرن خدمتتون ارائه میکنم. خب صدر یکی از داروهایی که استفاده میشه استفاده از بتا بلاکرها هست. معمولا 1-2 میلی پارکیلو تا 3 میلی پارکیلو پرده معمولا بیدی میدیم. پروپرانولول داروی اصلی هست که استفاده میکنیم. یکی از مطالعات ما هست که 2005-2006 چاپ شد که همکاران مرکزی با دکتر محولاتی هم حضور داشتن در این، و در این مطالعه ما اومدیم سدیم والپرات رو با پروپرانولول مقایسه کردیم. سدیمی 72% و پروپرانولول 69% سردردشون کم شد و جواب داد که هر دو نشون داد افکتیون، ولی اختلاف معنیداری بین اینا نیست. یعنی پروپرانولول و سدیم والپرات هر دو داروهای خوبی برای پروفیلاکسی میگرن هستن. تریسیکلیک آنتی دپرسانت ها که مهمترین و هم با اهمیت ترینشون آمیتریپترین هست، 0.25 تا 0.5 میلی پار کیلو معمولا در یه دوز شبانه داده میشه. ممکنه نورتریپترین و ایمیپرامین هم استفاده بکنیم. این ترکیب هم ترکیب خوبیه، به خصوص اگر مریضی زمینه تنشن هدک داشته باشه. دکتر هیدری اشاره کردن یک فرم از سردرد ها میکس تایپ هدک هست، یعنی سردرد مخلوطی که معمولا میگرن و تنشن هست. در اینا استفاده از این دارو خوب هست. این تریسیکلیک آنتی دپرسان ها رو بعضی وقتا بایستی اگر بخوایم شروع کنیم توصیه میشه، به خاطر اینکه پرولانگ کیوتی سیندروم ممکنه بدن، یا ایکیجی از بیمار بگیریم، یا کمی خوابالودگی ممکنه بده. دوز شبانه میدیم، کم کم اضافه کنیم به 1 میلی پار کیلو پر دی برسونیم که مریض خوابالود نشه. گاهی افزایش اشتها تو کودکان گزارش شده برخلاف بزرگسالا که باید مراقبش باشیم. ما روی این کار مطالعه یکی از رزیدنت هارمون رو داریم که فارغ التحصیل شدن، انشالله تر تموم شده بیارن که ما بتونیم این رو به یه مقاله تبدیل بکنیم. آنتی استامینا سیپروپتادین مهمترین آنتی استامینی است که استفاده میکنیم. 0.1 تا 0.2 میلی پار کیلو پر دی معمولا یه دوز شبانه داده میشه. سیپروپتادین رو به خصوص در کودکان میگرنی که سنین پایینی دارن و به خصوص اگر کم اشتهایی و کم وزنی توشون وجود داشته باشه ممکن ازش استفاده بکنیم. ترکیب خوبی هست در سنین پایین خصوصا.
کلسیوم چنل بلاکرها که وراپامیل، نایفدیپین، فلوناریزین و داروی سیناریزین هست، دسته داروی قوی هستن که در حقیقت شاید فلوناریزین تنها داروی اپروو FDA باشه در این دسته قرار گرفته. فلوناریزین داروی نسبتاً گرونی هست، خود من تجربه زیادی روش ندارم. 5 میلی گرم روزانه داده میشه، بعد از یک ماه به 10 میلی گرم روزانه اضافه میشه و هر 4 تا 6 ماه یک ماه دارو رو آف میکنن و ترکیب خوبی هست. سیناریزین یک کلسیوم چنل بلاکر و یک آنتی هیستامین و یک اثر مهاری روی وستیبولار هیر سل داره که خب در میگرنایی که با سرگیجه همراه داروی خوبی میتونه باشه. این دارو رو اولین بار راسی به عنوان پروفیلاکسی در ادالت استفاده کرد. خانم دکتر توقا از اساتید نورولوژی دانشگاه تهران بیمارستان سینا و رئیس انجمن سردرد کشور این دارو رو به ما پیشنهاد کردن چندین سال قبل که این دارو رو بیایم در اطفال کار کنیم و ما چندین مطالعه رو با این دارو شروع کردیم که خوشبختانه همش نتایج خوبی داشت. یکی از مطالعاتمون سیناریزین رو با پروپرانولول مقایسه کردیم که نتایج تاثیر هر دو دارو خوب بود. ملاحظه میکنید که 74% پروپرانولول، 72.5% 74% سیناریزین و 72.5% پروپرانولول ها به این دارو جواب دادن، ولی اختلاف سیگنیفیکانت نبود، یعنی هر دو دارو تأثیر در پروفیلاکسی میگرن داره. این رو در آکتا نورولوژیکا بلژیکا چاپ کردیم 2012. سیناریزین رو با توپیرامات مقایسه کردیم که هر دو دارو مؤثر بود ولی اختلاف باز معنیدار نبود، در ایرانیان جورنال آف چایلد نورولوژی چاپ شد. سیناریزین رو در مطالعه آخر که مطالعه بسیار مهمی بود با پلاسبو مقایسه کردیم، یعنی با همون کارخونه ای رو که سیناریزین رو در ایران تولید میکرد این همون دارو رو برای ما پلاسبو درست کرد و مقایسه اینا خیلی ارزشمند بود. 31% بیماران پلاسبو در مقایسه با 60% بیماران سیناریزین به عنوان پروفیلاکسی به این دارو جواب دادن. اینو تونستیم در پدیاتریک نورولوژی چاپش کنیم 2014 به عنوان افیکیسی و سیفتی سیناریزین. واقعا هدفمون این بود که سیناریزین رو به دنیا نشون بدیم، چون سیناریزین کارخونه یه معتبری که بیاد پیش پزشکا پیگیری بکنه، تبلیغ این دارو رو بکنه در دنیا نداره. در همون شماره که مقاله ما رو چاپ کردن در اون سال 2014 سردبیر مجله این عنوان رو انتخاب کرد، به عنوان یک لتر در حقیقت در مجله چاپ کرد که سیناریزین یک پرامیسینگ ایجنت میتونه باشه برای میگرن پریونشن، چون در آمریکا و کانادا موجود نیست، اونا خیلی نمیتونن روی این تحقیق بکنن. خب آنتی کانوالسانت ها سدیم والپرات، توپیرامات، لوتراستام، لاموتریجین، زونیزامید، گاواپنتین، پرگابالین، اینا از داروهای ضد تشنجی هستن که کاربرد داره، که البته توپیرامات، لوتراستام و سدیم سه تا داروی اصلیش هست که به عنوان پروفیلاکسی میگرن قابل استفاده هست. یکی از مطالعات جدیدی رو که ما داشتیم و پایان‌نامه دستیار فوق تخصصی ما ای دکتر منتظر بود، مقایسه لوتراستام با پلاسبو بود. باز همون کارخونه برای ما این ترکیب رو درست کرد و مشخصاً ترکیب لوتراستام تونست با اختلاف معنیداری خودش رو به عنوان پروفیلاکسی مطمئنی برای درمان میگرن نشون بده، که این رو ما 2019 در بزرگترین مجله سردرد دنیا یعنی سفالژیا چاپ کردیم و الان استنادات خوبی داره بهش میشه. یکی دیگه از بال مطالعاتمون مقایسه سیناریزین و سدیم والپرات بود که در حقیقت گروه پلاسبوی رو هم به این اضافه کردیم و همونجوری که ملاحظه میکنید 71% سیناریزین گروپ، 66% سدیم والپرات گروپ و 42% پلاسبو گروپ به این دارو جواب دادن. اختلاف اینا اختلاف کاملا معنیداری بود. این هم سال 2020، اوایل 2020 باز در سفالژیا چاپ شده، به عنوان اینکه در حقیقت درمان سدیم والپرات و مقایسهش با سیناریزین. یک ابسترکتی هم و لتر تو ادیتوری هم در همون سفالژیا در مورد استفاده از آنتی اپیلپتیک دراگ‌ها در درمان میگرن همون سال ما در یه شماره داشتیم. خب
من یکی از اهداف عمدم اینه که واقعا این سناریزی اینه که الان همکاران ما، فلوهای ما، همکاران فوق تخصص دارن ازش خوب استفاده میکنن، به گونه ای برای خارجی ها مشخص بشه که این دارو موثره. سرچی رو که میکردم جدید دیدم در یک پرکتیس گایدلاین آپدیتی که به عنوان فارماکولوژیک تریتمنت برای پدیاتریک میگرن پریونشن، هم اکوت هم پریونشن چاپ شد. خوشبختانه مطالعه مال انجمن نورولوژی آمریکا هست. اومدن مقالاتی رو که در یه مدتی چاپ شده بود انتخاب کردن که اون کرایتریا داشت و اون مقاله سیناریزین ما مربوط به 2014 در این مطالعه انتخاب شد و در حقیقت در لیستی رو که این آمریکن آکادمی نورولوژی توصیه کرده، سیناریزین رو به مقاله ما استناد داده که سیناریزین یک داروی مؤثر هست و در اون گایدلاینی هم که چاپ کرده همونجوری که ملاحظه میکنید نوشته سیناریزین و توپیرامات دو تا داروی هستن که برای پروفیلاکسی میگرن جزو داروهای کاربردی و خوب و قابل اعتماد هستن و این هدف ما در حقیقت تو این چند سال به گونه‌ای تامین شد. اگر درمان پروفیلاکسی رو شروع کردیم برای میگرن، تا کی ادامه بدیم؟ بین 4 تا 6 ماه، از 3 تا 18 ماه هم ذکر شده. این دارو باید کامل ادامه داشته باشه. تاکید کنیم داروی مسکن نیست که موقع سردرد استفاده بشه. اگر خواستیم دارو رو کم کنیم، ما توصیه میکنیم دراگ ویدراول در اسکول ایر تایم نباشه، یعنی تابستون داروی بچه رو کم بکنم، برای اینکه استرس مدرسه میتونه باعث بروز علائم بشه. سایر داروهای دیگه‌ای که غیر از این داروهای مهمی که خدمتتون گفتم، کانزیم کیو، ریبوفلاوین، منیزیم و داروهای دیگر رو هم از بعضی از داروهای گیاهی جزو درمانها ذکر کردن. اما نان فارماکولوژیک تراپی یعنی برای پیشگیری ما بیایم درمانهای غیر دارویی استفاده بکنیم. ریاشورنس و ادوکیشن. این سردرد یه سردرد دردناک است ولی مضر نیست. باید با این تعامل بکنید، غلبه بکنید به سردرد. توصیه‌ای که می‌کنیم، حذف تریگر فاکتورها، اشاره می‌کنم جلوتر، ریلکسیشن تراپی، بیو فیدبک، رگولار دایت، سافیشن اسلیپ، کاراته، یوگا، اینا چیزایی هست که می‌تونه به عنوان پیشگیری و درمان غیر داروی مؤثر باشه در جلوگیری از حملات سردرد. حتما کودک میگرنی بایستی غذاهاشو سر وقت بخوره. مثلا فرض کنه همیشه 12 غذا میخورده، اگر این یه دفعه به یه علتی بشه 2-3 بعد از ظهر، میتونه سردرد بده. جلوگیری از دیهایدریشن، تغییر پترن خواب میتونه باعث تشدید سردرد بشه. برای همین هم است که بچه‌ای که یه دفعه از تابستون اول مهر میخواد بره مدرسه، حالا شرایط کرونا هست و فرق کرده، سردرد میگیره، حملات شروع میشه. خواب ناکافی و خواب زیاد از حد، روزهای تعطیل که طولانی میخوابه بلند میشه با سردرد، و کم خوابیدن، یعنی بهداشت خواب یکی از نکات بسیار مهم در درمان نان فارماکولوژی که میگرن هست. تریگرهای میگرن رو باید دقت بکنیم. از اول من خودم به خانواده و بچه‌ها توصیه نمی‌کنم. بچه‌ای که الان باید یه داروی پروفیلاکسی بخوره، یه محدودیتای داره، فوری لیست بکنیم بگیم این 50 تا دارو، این 50 تا ماده غذایی رو هم نباید بخوری. معمولا خودش انگیزشش برای خوردن دارو و اینکه من مریضم با بچه دیگه فرق میکنم، سردرد رو تشدید میکنه. ولی به خانواده میگیم به مرور متوجه بشید آیا مثلا پنیرهای مونده، محصولات لبنیاتی مثلا شیر و ماست، شکلات، آب پرتقال، سیب، موز، گوجه فرنگی، پیاز، ببینیم چیزا زیاده، آجیل، پیتزا، سوسیس و کالباس، به خصوص با ترکیباتی که خانم دکتر خیال‌زاده اشاره کردن، نیتریت اینا دارن، فود دای های که در غذاها هستن، کافئین، تخم مرغ، سرکه، اینا ترکیباتی هستن که میتونن باعث تریگر سردرد بشن. توصیه از اول نمی‌کنیم، ولی اگر مریضی گفت بله من دو بار سه بار اومدم پنیر خوردم، میگیم این ترکیبو بایستی از دارو، از ترکیباتتون حذف بکنید. من البته از اسلایدام حذف کرده بودم، اینجا یه اشاره میکنم برای اینکه یادم نره. برای پیشگیری از سردردهای تنشن، خب این سردردهای تنشن، یک سردردهای تنشن اپیزودیک داریم که گاهی میگیرن، همون مسکن گفتیم شدیدم نیستن. یه سردردهای تنشن در حقیقت کرونیک داریم، کرونیک تنشن هدک، سردردی هستن که بیش از 15 روز در ماه تکرار میشن. برای پیشگیری از اینها داروهایی داریم که معمولاً استفاده از تریسیکلیک آنتی دپرسان ها بسیار مهمه، خیلی کمک میکنه، و فلوکستین برای پیشگیری ممکنه کمک بکنه. استفاده از سودیوم والپراد و توپیرامات هم
از خانواده داروهای ضد تشنج در پیشگیری از این سردردها میتونه کمک کنه. برای پیشگیری از سردردهای کلاستر که گفتیم در فاز حمله، ما میایم استفاده میکنیم از اکسیژن و تریپتان ها و مسکن ها. یک فاز ترانزیشنال برای درمان کلاستر گفتن که بعد از اینکه سردرد مریض بهتر شد، معمولا یه هفته به اینا پردنیزولون 1 میلی پر کیلو پر دی داده میشه، ظرف دو هفته تیپر میشه. به میگن درمان ترانزیشنال و بلافاصله بعد از اون میریم سراغ درمان های پروفیلاکتیک کلاستر هدک که وراپامیل از کلسیوم بلوکرها در صدر لیست هست، استفاده از سدیم والپرات، توپیرامات و لیتیوم کربنات هم برای پروفیلاکسی از سردردهای کلاستر توصیه میشه. خب پس میگرن ادویکیشن قسمت مهمی از درمان بود که این رو یادمون باشه که به هر صورت شایع ترین فرم سردردها سردردهای پرایمری هستن. شایع ترین فرم پرایمری که به اورژانس مراجعه میکنه یا باید درمان بشه میگرن هست. شناخت سردردهای سکندری و کنار گذاشتنش اولین وظیفه ما هست و بعد تشخیص نوع سردرد که گاهی هم ممکنه نشه، ما بگیم فقط یه سردرد دردناک، حالا ترکیب یک یا دو سردرد، و استفاده از پروفیلاکسی در مواردی که اندیکاسیون داره. من و همکارانمون در خدمت افراد و اساتیدی هستیم که در جلسه حضور دارن. این افتخار رو داریم که بیش از 80 نفر در این جلسه حضور داشتن از صبح تا حالا و در خدمتتون هستیم اگر سوالاتی باشه. خیلی خیلی تشکر میکنم از استاد اشرفی بزرگوار. اقدامات درمانی در سردرد کودکان رو در واقع با ایشون داشتیم. استاد دبیر علمی کنگره هستن و برای برگزاری بهتر این کنگره خیلی تلاش کردن، باز هم از ایشون تشکر میکنیم. خب آخرین اجرا رو داشتیم، سوالی توی قسمت چت نمیبینم که مطرح شده باشه. یک بار دیگه یادآوری میکنم که برای برگزاری این جلسه، در واقع برای شرکت توی این جلسه، باید قبل از هر جلسه توی سایت وزارت خونه شما برین و ثبت نام بفرمایید. آدرس های مهم رو توی قسمت چت براتون نوشتم. روزگارتون خوش، خدا نگهدار. به نام خدا و با عرض سلام خدمت تمامی اساتید محترم، شرکت بهت